ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د افغانستان په پیښو ان شاء الله غږیږو او د افغانستان وضعیت څیړو. البته د افغانستان د خبرونو په رڼا کې هر څه چې په وطن کې تیریږي په څلیرویشتو اخیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په همغه به سره غږیږو. اول خبر البته تاسو پوهیږئ چې سلام رحیمی او معصوم ستانکزی د افغانستان د هیئت په توګه له ارګ نه قطر ته تللي وو د مذاکراتو لپاره. وروسته له دې چې هوکړه وسوه چې د 2019 عیسوي کال د فبروري د میاشتې قرارداد یا هوکړه لیک چې لکه امریکا سره د طالبانو لخوا دسخط شوی ده په همغه اساساتو به د مذاکرات یا خبرې اترې اساس لري. دوه میاشتې مکمل د افغانستان هیئت سرغړونه وکړه او ترازو یې په مځکه ووهله او پرې نه ښود. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل، یا نه پوهېږم د پامپیو سفر فشار راوړ، تڼۍ ووهلې ورباندې، او یا دا چې دوی په دې فکر چې سو چې نور نه کېږي هماغه یې اساس وګوماره. د همغه په اساس به یو ملاقاتونه او خبرې او مذاکرات اجنډا تعینېږي. د خبرو دا یو بامبست چې دوه میاشتې دوام وکړو مات شو، او بالاخره خبرې اترې به په همدغه اساساتو شروع کېږي. هغه چې تاسې پوهېږئ په دې پیمان کې یا په دې هوکړه لیک کې قرارداد کې دا لیکل شوي دي چې دا حکومت به ځای خالي کوي، یو بل حکومت به منځ ته راځي. د افغانستان د افغانانو د خبرو اترو بل نتیجه داسې یو حکومت، اسلامي حکومت منځ ته راځي. په هر حال دا خبرې انشاءالله شروع کېږي. دا چې نتایج به یې څه وي، مونتا یو بامبست یا یو هغه صد د لارې مات شو او خبرې به جریان پیدا کوي. انطوری که شما میدانین دوستان عزیز، مذاکرات قطر البته شکل طبیعی خود نداره، نه هیئت زمی که از طرف حکومت دست نشانده به قطر فرستاده شده، افراد و اشخاص مطرح افغانستان از دول قدور بود. بارها عرض کردیم یک هیئتی است که او تضاد علایق مستقیم با صلح در افغانستان داره، اگرچه نمایشی و دروغین اخفالگرانه حکومت افغانستان یه هیئت هیئت صلح خطاب میداره و فرستاده به قطر. مگر در معنا ای کسانی که به اونجا فرستاده شده یا خود حکومت که البته یه هیئت توسط از اونا چیده و دستچین فرستاده شده، امو افراد و اشخاصی است که در صلح اونا میمیرن، بقای از اونا در خطر قرار میگیرن، با عدالت باید کشانیده شوه. به هر حال یک شکل غیر نرمال داره همی مذاکرات، به عقیده ما از آغاز عرض کردیم. مگر هرچی از مذاکرات باید آغاز شوه. افغانستان تنور جنگ است، مردم زم از او گردیده و روزی نیست که انفجار و انفلاق در خصوصا در کابل به گوش و چشم نمیرسه. خونریزی های پای هم، بدبختی های مردم افغانستان واقعا بسیار به معالت بسیار فجیه از او رسیده که حتی تحمل شنیدن و دیدن از او برای افغان دیگه باقی نمیمانه، افکار ما را ملول ساخته. این جهانی که هر یکی برای صحت و برای وقایی خود کار میکنه و واکسین اختراع میداره تا با کرونا در جنگ باشه، در افغانستان حتی از کرونا خبری نیست، حتی صحبت نمیشه که چند میلیون ها انسان افغانستان شاید مصاب شده باشه. مگر کرونا های گرسنگی، بدبختی، بیعدالتی ها، انفجار و انفلاق و کشتار و خوندیزی ها بدتر از کرونا شمرده میشه. به هر حال حالت بد و ناهنجار افغانستان به این ما را وادار می سازه که بکوشیم و دعای خیر افغانستان دری داشته باشیم که همی حکومت دیگه بسش از خود سبک دوش بسازه، بره پس کلاه خود. مرکز فساد و مایه فساد حکومت دست نشانده ایالات متحده آمریکا یا سوغات دموکراسی که توسط
ایالات متحده به افغانستان وارد شد، تحت همو پوشش افغانستان به تاراج رفت، بدبخت گردید، بدترین و فجیحترین فاسدترین بشر افغانستان و بالای مقدرات مردم افغانستان حاکم ساختن و چهره ها را همه شما میشناسین. به هر حال سلام رحیمی که طوری که همه میشناسن یکی از مشعلای پخته و انقلابی دوران امو احزاب و اسبازی در افغانستان، اونا هم در ارگ خانه و لانه داره و مشاور امنیتی یا صلح آقای اشرف غنی شمرده میشن. سالهای است دور آقای اشرف غنی حلقه زدن و معصوم استانکزای هم که حتی توانی امی را نداشت که رئیس خدا یا عامر خدا آقای برهان الدین خان ربانی را از مرگ نجات بده، دیده بدانسته یک طالب آورد به ارگ و یا به می ریاست و تلفون زد به قد دوبایی که زود بده و که یک طالب آمده و گفته شنود بالای صلح باید آغاز گرده او را به دم مرگ داد و خودم لنگولاش ساخت. به هر حال افراد و اشخاصی که حتی خود امنیت خود گرفتن میتانن امروز برای صلح و امنیت به اعزام گردیدن به اونجا. به هر حال این دو نفر دوباره برگشتن به قطر بعد از یک سفر یک روزه و دو روزه و تاییدیه و گزارش به آمر خود که اونا هم یکی از مزدورای قوای ائتلاف و ناتو بگویم یا ایالات متحده امریکا شمرده میشن. به هر حال برگشتن و یک خبر بود شورای ملی البته با اتهام فساد توسط آقای امرالله صالح خانه زنبور تور داده آقای امرالله جاسوس و اونا هم در برابر امرالله صالح به نام روند سبز که یک روند استخباراتی است و آقای صالح برانداختن، اونا گفتن این دوسیه از اونا هم نزد ما موجود هست. یک کشمکش میان امرالله صالح دو طرفه اتهام بالای شورای افغانستان که اونا فساد کردن که واقعا شورای فاسد هست، امرالله صالح درست میگن و ای که کدام روند سبز توسط امرالله صالح رهبری و میشه و اساس گذاری گردیده مرکز استخباراتی کشورهایی است که آقای رحمانی رئیس شورا گفتن که خوب واقف هستن او را بروی امرالله صالح میکشن. اما کرمای گور ور یکی دیگه خود حکومت شورا را متهم میسازه و شورا حکومت و همه تو در درون خود جمعیت امرالله صالح ضد عطای نور افتاده بود و عطای نور واقعا امرالله صالح در این رابطه واقعیت گفتن درست میگه که بندر ایرتان اما عوایدی از او کلی اول در دامن عطای نور میفته و بعد از او یک چیزی که اگر ماند باز به حکومت به بودیجه حکومت فرستاده میشه از گاو قدود. البته او را امرالله صالح به روی از اونا کشیده و اونا امرالله صالح را غلام بچه ارگ خطاب کردن. او غلام بچه نیست بگه فکر میکنم امو اصلا رئیس جمهور امو آدم است، امرو نهی نزدی از او است، بسیار بلا آدم است. چی میگه رو باور به دوم بازی میتا آقای غنی را در اونجا خودش شرش کرده با او که اما میدانن که یک شخصی دستوری است، نه با ملت افغانستان کدام دل سوزی داره و نه با آقای اشرف غنی وجوهات مشترک نه فکری داره و نه اخلاقی و نه علمی از لحاظ آنچه او میدانه و میدانه فرسخا همونتو که دوستم با آقای اشرف غنی به کلی زمین و آسمان نظر لحاظ متفاوت بودن، صرف به حیث یک ابزار بگویم یا یک استعمال قوای استعمالیه بگویم، اونا را هم استعمال کردن و استفاده کردن آقای غنی. و این بار یادم هم با گمانی آقای اشرف غنی که از یادم استفاده صورت میگیره در ارگ خود شرش ساخته. همچنان کمک های بین المللی در نشست ژنو در حدود 4 میلیون برای 4 سال آینده تعهدات کشورهای دونر باز به افغانستان صورت گرفته. این خبرها رو میشنویم. آقای فکری صاحب هم شاید زحمت بتیم در اخیر پخش اخبار تا اونا هم
د ای رابطه صحبت کنه. البته خبر همین سفر آقای عمران خان به کابل سوال برانگیز گردیده. آقای مومند هم امروز تلفن زدن، ملاحظاتی داشتن و تشویش داشتن که امور افغانستان از طالب و اینا به فراتر میره و به پاکستان تعلق میگیره و شاید یک حکومت عبوری وعده شده باشه و آقای غنی برای یک سال بالای اقتدار باقی میمانه و یک حکومت عبوری که بعد از او روی کار خواهد آمد او زیر امر نهیه و قمانده و البته کنترل پاکستان به پیش خواهد رفت. ای که طالبات چی کار میشن او را دیگه طالب معلوم نشد، اما انتحار و انفجار و دویدن و اینا نمیدانم. به هر حال خبر اول توجه دارین، آهسته آهسته میریم سراغ اخبار بعدی. د دوه مذاکرات او کلندر د روسي کې دوه په درشل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار سلام رحیمی څو ورځې کابل کې وو او د مذاکراتو په کلندر کې د ترلاسه شوو اوکړو په تړاو د حکومت د مشرتابه سره مشورې وکړې. اوس دوحه کې د مرکزی پلاوی غړو آریانا نیوز ته تایید کړی چې ښاغلی ستانکزی د حکومت د مشرتابه تاییدي د اوکړو په تړاو اخیستې او د طالبانو د تیاري په صورت کې به د مذاکراتو کلندر وروستی اعلان شي. Our hard work. سول خبر ډیر ستونزمن کار دی، ډیر وخت اخلي او ډیر ستونزمن دی. بلاخره مذاکرات باید اساسي او پیچلي موضوعات حل کړي. د سیاسي جوړښت ټولنه کې د اسلام رول، عدلي او قضایي برخې، بشري حقونه، د ښځو او لږکیو د حقونو په ګډون. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچیانو او طالبانو، د طالبانو او امریکا د اوکرلیک د خلکو ارادې د اړتیا په صورت کې ملګرو ملتونو ته په مراجعې او د مرکچي پلاوو د پریکړو په اساس د مذاکراتو د بنسټ په توګه اوکړه کړې ده. که څه هم طالبان هم د دوحې خبرو اترو کې پرمختګ بني، خو وایي تمه د راتلونکو ورځو کې وروستۍ اوکړه اعلان شي. د دې نامه سبا طبعا بیا په اجنډا کې موضوعات باندې بحث شروع کیږي. البته هیله خو زموږ دا ده او د اراده ده چې ستونزې څومره زر حل کېدلی شي. بلخوا آریانا نیوز ته سرچینو تایید کړی چې د مرکزی پلاوی څلور غړي کابل ته راغلي او ټاکل شوی چې ژر بیرته دوحې ته ولاړ شي. د مذاکراتو د کلندر د وروستي کېدو په اعلان سره به د مذاکراتو په اجنډا په بنسټیزو او کلیدي مسایلو خبرې او مشورې پیل شي. با وجود ای که مردم افغانستان ناامید شدن، باز هم اگر اونا صادقانه اقدام کنن امیدا پس میگرده و مردم به طرف صلح چشم میبندن. که ملګرو ملتونو ته د دوهې خبرو اترو کې د بندون معتدل له ارکلیو سره مخامخ شوي دي. تمه ده چې د کلندر په وروستي کېدو سره خبرې اترې اساس پړاو ته ورسیږي او ښکېل لوري تاوتریخوالي په کمېدو او اوربند په تړاو پایلې ته ورسیږي. بله دوستان عزیز، خبر جالب بود و همچنان شورای ملی علیه آقای امرالله خان صالح و امرالله خان صالح هم اتهامی از اونا بالای شورای افغانستان و واقعا شورای افغانستان شورای دست نشانده و قلابی بگویم یا چهره هاییست که برای از اونا کسی رای ندادن و داخل شورا و یک مرکز تفنن و خودگذرانی و فساد هست، جز چند نفری که واقعا چون آقای بشر دوست در اونجا صدای از اونا هم خاموش میشه. به هر حال توجب داریم. که څه هم ټاکل شوی وه چې شپږ کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو وړاندې کولو لپاره ولسي جرګې ته راغلي وای، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال خبرې په جنیوا ناسته کې د سبب شوی چې دا بهیر وځنډېږي. نوموړي ملي شورا په فساد تورنه کړې وه. د ولسي جرګې رئیس د ښاغلي صالح دا خبرې د ملت کور ته سپکاوی وبللې او وایي ښاغلی صالح باید د زرغون بهیر په تړاو چې یو جاسوسي سازمان دی خلکو ته سپیناوی ورکړي. سازمان سبز، روند سبز یک سازمان استخباراتی است، ما ثبوت براتون میکنم مربوط یکی از کشوراست که از ایجادش تا این امیالی توسط یکی از کشورها حمایه و تمویل میشه. فقط مامون صاحب تلاش داره که نمی روند سبز جا به جایی بکنه. په همدې حال کې ولسي جرګې په یوې اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه او په وینا یې د حکومت د مسؤول کړنې د هیواد په ګټه نه دي. ما اعضای ولسي جرګه از مقام محترم رئیس جمهور افغانستان مصرانه می خواهیم که جهت ترتیب اثر دادن به موارد یاد شده و تحکیم استحکام و انسجام نظام جمهوری افغانستان جناب امرالله صالح معاون نخست وزیر خود را
وادار به استعفا کند. ما نمیدانیم به خاطر متهم ساختن یک فرد تمام پارلمان یا قوه مقننه و 4 میلیون نفوس افغانستان متهم قرار بدیم. دسترخوان ملی هستند که میخواستن اینا به چور تبدیل کنند. تدارکات مکمل دوز است. ادارات سر تا پا غرق فساد است. از ارک که شروع میشه تا آخرین جاهایی که پلیسی که در مسیر راه هستن دوزی هستن. ولسی جرگه کاندید وزیران ته درای د ورکړې بهیر او در از د کال د دویمې نیمه او راتلونکي کال د بودجه درات او یا تایید پریکړه د لاسبهانو او د حکومتي چارواکو د اوغو څرګندونو له کبله وزنډوه چې دوی د ملي شورا په وړاندې غیر مسؤلانه څرګندونې بولي. بله دوستان عزیز، کومکای بین المللی در نشست ژنو خبر بعدی بود و سراغ تلفن‌های شما و همچنان از آقای فکری هم خواهیم شنید. تا اوندم توجه دارین به خبر بعدی. د جنیوا ناستې وروستۍ ورځ د څلور راتلونکو کلونو لپاره د مالي ملاتړ کوونکو هیوادونو په ژمنو سره پای ته ورسېده. د غونډې برخوالو له افغانستان سره د مالي مرستو ژمنه وکړه. له افغان حکومت بیا مالي ملاتړ کوونکو له فساد سره جدي مبارزه، ښه حکومت، اقتصادي پراختیا او د مرستو په مصلب کې روڼتیا وغوښته. له افغانستان سره تر څلورو راتلونکو کلونو د ژمنو شوو مرستو اندازه اروپایي ټولنه 1,200,000,000 ډالر، بریتانیا هر کال 155,000,000 پاوند، جاپان 260,000,000 ډالر، کاناډا د درې راتلونکو کلونو لپاره 270,000,000 ډالر، هالند 260,000,000 ډالر، ډنمارک د درې راتلونکو کلونو لپاره 46,000,000 ډالر، ناروې 70,000,000 ډالر، استرالیا 1,000,000 ډالر، سویډن له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې 920,000,000 ډالر مرستو ته ژمن پاتې کیږي. هند کابل کې د شاتوت بند جوړوي. ایټالیا د 2023 کال لپاره د 15,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. زموږ موخه دا ده چې په سیمه کې د ترانزیت په مرکز بدل شو او په خپلو پښو ودرېږو، او دې موضوع ته د رسېدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لرو. د مالي مرستو د ژمنو تر څنګ د ناستې برخوالو په بیړه د اوربند او لښکرو خواوو څخه د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ځینو برخوالو ټینګار وکړ چې باید تاوتریخوالی کم شي او د افغانستان د سولې خبرې په پراخ بنسټ ډول د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنو ته په پام سره دوام وکړي. زه همداراز په لوړه کچه د تاوتریخوالي دوام ته په ژور ډول اندېښمن یم. زه له ښکېلو خواوو غواړم چې د ملکانو د ژوند ساتنې او د کووېډ 19 د مخنیوي لپاره په بیړه اوربند وکړي. اوسنیو شرایطو کې یوه جدي اړتیا ده چې دوحه کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي ډلې په اختلافي مواردو هوکړه وکړي. موږ له دواړو ډلو غواړو چې د افغانانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او یو ثبات لرونکي او اوسا هېواد جوړېدو لپاره هوکړه وکړي. representatives of all Afghan هند او پاکستان هم د افغان سولې بهیر د ملاتړ لپاره یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د بهیر د افغانانو په مالکیت او مشرۍ مخ ته ولاړ شي. India calls for an immediate and comprehensive ceasefire. هند په افغانستان کې بیړنۍ او دایمي اوربند غوړي. موږ درس باور لرو چې د سولې بهیر باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. پاکستان د افغانستان د سولې روانو خبرو اترو کې یو جوړښتي رول لوبولی او تل ټینګار کړی چې له هغو مذاکراتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مالکیت او مشري وي. افغان حکومت هم راستندوی هیوادونو ته ژمنه ورکړه چې د خپلو ژمنو عملي کولو لپاره به جدي ګامونه واخلي. بله دوستان عزیز، هم نشست ژنو وایي کې به افغانها البته کمکای یا تعاون صورت میگیره، این پول ها به کجا میره. یک البته یکی از دوستا شاید چیز خوب فرستاده بودن، جالب بود به نظر من از طریق واتساپ و او می کمکای چند سال اخیر تشریح میکرد، یعنی واقعا جالب بود، شنیدنی است. در دو دهه اخیر بیشترین کنفرانس های کشورهای کمک کننده در مورد افغانستان برگزار شده است، اما این کمک ها چی شد و به جیب های کی رفت؟ کنفرانس توکیو 2002 تعهد 504 میلیون دلار، البته باید باشه میلیارد نیست، اولین کنفرانس جهانی بازسازی افغانستان بود. چه شد؟ 504 میلیون دلار بود. کنفرانس برلین 2004 چند ماه پیش از اولین انتخاب ریاست جمهوری
کنفرانس لندن 2006 تعهد 10 میلیارد دلاری و تاکید روی مبارزه با فساد. کنفرانس پاریس 2008 تعهد 20 میلیارد دلار و ابراز نگرانی در مورد فساد. کنفرانس لندن در 2010 تجدید تعهد کمک‌ها، تاکید بر مبارزه با فساد و حمایت از مذاکره با طالبان. کنفرانس بن دوم 211 ده سال پیش از تأسیس نظام سیاسی جدید، تاکید بر مبارزه با فساد و آغاز کاهش نیروهای خارجی. کنفرانس شیکاگو 212 تعهد سالانه 4 میلیارد دلاری برای نیروهای امنیتی و ابراز نگرانی در مورد فساد. کنفرانس توکیو 212 تعهد 16 میلیارد، یعنی 16 هزار میلیون دلار برای 4 سال، تاکید بر مبارزه با فساد و ادامه کاهش نیروهای خارجی. کنفرانس لندن 2014 تجدید تعهدات، نگرانی در مورد فساد و اعلام پایان ماموریت ایساف. کنفرانس بروکسل 216 تعهد 15.5 میلیارد دلار برای 4 سال و تاکید بر مبارزه با فساد و حفظ دستاوردهای افغانستان. کنفرانس جنیوا 2020 امروز وعده کمک برای 4 سال آینده و تاکید بر مبارزه با فساد. این در هر کدام از اینا هم غزل وارد در آخر فساد آورده که رفع فساد و رفع فساد، یعنی پول میت فاسداره، میگه شما فساد نکنین. یعنی با همون تو که از کردیم، گوشت یا گوسپند یا برار با دهن یا گرگ سپاریدن و اونا را میگن که ایرا نخورن. یعنی معنی از ایر افاده میدارن که از نطفه اینا میخواین که فاسد آرام باشه، فاسد فرمان ببره و فاسد بالای امور افغانستان مکررن در کنترل قرار داشته باشه. از امول حاضر است که افغانستان مردم خاک بسر هستن، نه تهداب اقتصاد گذاشته شد، صرف ای کومک ها از اون جمعه به نام ملت و در بالا عرض کردیم یعنی چند نفر تقسیم میشه. همین چهره هایی را که شما ببینین گذاشته های خدمت برای افغانستان ندارن و این وزرایی که به سرعت در پارلمان قلابی و غیر مردمی و فاسد گفته امرالله سالی تایید میشه، اونا هم قدر عقل نداشتن که برای ازیا بگن که بابا این گذاشته های شما خود صفر بود. ای پلانایی را که شما ارائه میدارین، هر بار شما آمدین امی چهره ها اول خو اینا رو باید بپرسه. اکثر از یاد دو طبیعت ها هستن، ما خودم هم میشناسو میشون هم فرد زدنی میان امریکایی نمیجا زندگی میکنن، طبیعت امریکا رو دارن و در افغانستان هم یک تذکرگه که از کدام جای گرفتن. او رو همیشه اغماز میدانن، دروغین است که دو طبیعت ها نمیتونه وزیر شه و یا رای اعتماد ببره. به این منوال مسئله تعلیماتی از اونا نمیدانم، امی خود آقای رحمانی کجا تعلیم کرده؟ به حدی آدم بی سواد است، حرفای از اونا رو ببینین مثل یک خرکار سر خر حرف میزنه، اولاغ هیچ چیز نمیدانه. یک آدم واقعا نمیتو سودر گفته بازی ها، اونو تو یک چیز است بالا سر مولیواری نشسته سب رئیس پارلمان، به او چطور میتانه که بدانه که کدام وزیر واجب کار هست و برای از او باید رای اعتماد سپرده شد. برحال همه طور از همه همه وقعی افغانستان، مسائل افغانستان از حکومتدار تا شورا دست به دست داده، مال مردم را تاراج کردن، چور کردن، بالای سرنوشت مردم بیچاره و بدبخت افغانستان بازی می شود و مردم افغانستان هم فریاد ندارن و اگر نمی تانن استعفا بتن و الکی اما سیاوش را کشتن و کمرد کجاست، اگر نیما با محکمه هاگ میریم، در هاگ شما برین یک 50 سال بعد دوسی شما رو خواهد دید. اونا هاگ هم میدانه که نمی دوزار ما فرستادیم که شما رو بکشن، بنان شما میرین دعوایتان با یک کسی که او امر قتل شما رو صادر کرد. بر حال همه طور هست. یعنی ببینیم که فقیری صاحب سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب، سنگه اورور جوف بخیر، خیر و خیره. دغه وقایع د افغانستان دا سیدی او د سفر د عمران خان هم دا شان عبدالله پاکستان ته لاړ، دا خبرې لږ زره ګرمې سوي دي. دغه بخش دی
پاکستان او دی افغانستان ډیر خبرې پکې یاتنن ما وری د سرنوشت افغانستان یا برخلیک ورته وای صورتو دا د پاکستان باندې سپاری او تا کوم کوم چې پاکستان د جهانی ټولنه کې یو کال وروسته شاید دا مسله اشرف غنی تر یو کال نورم د افغانستان رئیس جمهور پاتې شي بیا بادلغه یو ګډوله حکومت د پاکستان په مشوره او استخبار منځته راځي چې قبضه به د پاکستان د لاس لاندې د هغوی د هغه او دا کومکونه به هم له همغه خوا فلتر کیږي او راځي به لکه مجاهدینو ته څه ورکول دغسې شیان ما واورید چې څنګه د واقعیتونه ایتال نظره او انتباهات څه دي په دغه بخش لږ زره وغږیږو سه صاحب یعنی دا خپل زما کده دا ده چې دا به کچیر یې هم دا به سری خبرې وي داسې مطبوعاتو ته به نه راوځي ځکه د یو ملت سرنوشت یا برخلیک و بل چا ته سپارل دا دغه ملي حاکمیت چې ورته وایو د خود ارادیت مسله چې ده استقلال چې دی دا ټوله تر سوال لاندې کوي او زه فکر نه کوم چې بین المللي ټولنه دې امریکا دې دې ته حاضر سي چې دا خپل ټول اقتصادي او پاکستان تور وسپاري ځکه شاید د پاکستان څخه د ځینې کومکونو د خپل د هغه د نفوذ د کارولو دغه غوښتنه ځینې وکړي چې په دې برخه کې زموږ سره کومک وکړي یا زموږ سره همکاري وکړي او پاکستان هم ټکر ټکولی وي چې په دې برخه کې به همکاري کوي کله چې عمران خان و واشنگتن ته هم راغلی و دا ټټر وټکوي او کله چې عمران خان کابل ته هم لاړی دا څو ورځې تر مخه دا ټټر وټکوي د مطبوعاتو په مخ کې چې تر خپله حده پورې به په دې برخه کې کوشش کوي او زما په خپله عقیده هم دا ده چې پاکستان دپاره به دا ډېر مناسب وخت دی چې هم په افغانستان کې یو سوله راشي او هم د دې سولې څخه دی مستفید شي دا پایپ لاینونه کتیر شي ځکه پاکستان هم د مرکزي آسیا و انرژي ته ضرورت لري و ګازو ته ضرورت لري نو زما په خپله عقیده دا ده چې داسې شی ماته ناممکن ښکاري غیر یعنی ان ریالیستک ښکاري چې امریکا دې وس پاکستان ته دې ووایي چې موږ افغانستان غواړو تا در سپارو او ته دا تنظیم یې کړه زما خپله عقیده دا ده چې ښایي د کومک غوښتنه ځینې وکړي چې څو وارې هم کړی ده په ډاګه یې کړی دی یعنې په عام محضر اگر چې دغه اتهامات د افغانستان د حکومت دا دي چې د طالب چې ده د امریکا د پاکستان د کنټرول لاندې ده او د هغوی مزدور ده او د پنجابیانو د تسلط لاندې دي او همدا پاکستان ده چې دوی رالیږي او په افغانستان کې هراس او د شانه چې د پاکستان کې نه یي او د دوی ځال یي او چې دا له منځه ویسي او د طالب تارمار کیږي او له منځه ځي د هغه لپاره د افغانستان په امورو طالب مسلط شي په معنا د دې په معنا ده چې پاکستان مسلط شو په افغانستان باندې دغه د شعار په سطح کې هم د ځینې خلک چې خصوصا د حکومت ډله چې د هغوی حکومت په خطر کې ولیږي په د شعار په توګه یې وایي یا فرضاً پرچمیانو خلقیان له طالبه ډېره بده مني او له پاکستانه چون یو وخت د دوی رهبر هم دا ډاکټر نجیب هغو وایي طالبانو په دار وزړه او پاکستان په اشاره او همداشان دغه د جمعیت ډله چې د دوی حکومت یې ړنګ که طالبانو دوی وتښتېدل دوی هم یو عجیب غریب دننه یو نفرت له طالب و پاکستان سره لري هغه قوي ترینه حربه چې د طالبان بدنامه کي هم د پنجابۍ او طالب و دا چې شعاري دوی له همغه نه لذت وړي دغلته یو خو دام بخش ده یو دا ده چې دننه په دغه خپله د امکاناتو په ارتباط چې واقعا طالب کې د پاکستان د قبضې لاندې او د هغوی د امر و نهی لاندې رفتار وکړي و که په آینده کې یو طالبي حکومت راځي او بیا دا نور هم سره جذبیږي واقعا ته فکر کوي چې د پاکستان رول به دومره زیات وي چې طالب هر څه چې پاکستان وایي همغه به مني داسې یو شی دې ته په نظر څنګه ده؟ زما په نظر دا غیر واقعي تورونه دي چې همیشه دا واز کېږي او دغه د پاکستان مسله چې هم راپورته کېږي زما په خپله عقیده دا ده چې دا د کابل د حکومت یو نوی ډس انفورمیشن چې ورته وایي د هغه کمپین دی چې غواړي د سولې په ارتباط د طالبانو سره د خبرو په ارتباط
خلقو ذهننا ورمخشش کی او په دې برخه کې بدبینی ایجاد کی او ټول مرساس پیر چې افغانان د پاکستان د رول په نقش کې یو نوو حساسیت لري او د کابل حکومت د استخبارات عموما د کوشش کوي چې د سلمن ووي او هر څه په پاکستان باندې وغوړوي زه خپل یعنی زه خپل وجه ته یو پروپاګاندا وایم د کابل حکومت پروپاګاندا وایم چې دا شان توای چې په افغانانو کې د یو خاص ضد طالبي او ضد پاکستاني احساسات چې دی هغه پرې نه ځي خاموشه سي هغه تلمل وي او په دغه سي دغه خبرې وکړي چې و پاکستان کې ورسپاري او پاکستان کې ورکوي دا ټول د پاکستان دغه دی بل خدا دی چې هم په دې کې هم د کابل حکومت غواړي چې د خپل رسوایی د خپل ناکامي پټه کې یعنی د کابل د حکومت سره ټول دنیا ولا د نیټو د امریکې او د پنځه څلوېښتو ملکونو سره دا دونیا بې کفایت دونیا او غافل حکومت دی چې د ټول مرستو سره سره د خپل یو کابل نسي سنبالولای نو دغه غواړي چې دغه خپل دغه رسوایی دغه خپل ماتې دغه خپل بې کفایتي په دغو خبرو کې هم پټه کړي په نورو باندې مسؤلیت اړول د خپلو وژو څخه دغسې پر پاکستان باندې پر دغه باندې خصوصا پر پاکستان باندې دا شی ورغورځول زما په نظر دا یو تبلیغاتي عربه ده چې دا د ډېر وخت څخه د افغان رژیمونه چې په کابل کې دي دا استعمالوي کاروي او بل اخر هم دا به زه فکر کوم چې صد سی ای او استخبارات دي دغه هم پکشي کده وانډه هم پکشي کده امریکا یعنی مخفي نه په عام ډول سره بلکې مخفيانه په سري ډول سره وغواړي چې دا مسله ژوندۍ وساتي او د خپل ماتې چې په افغانستان کې د ماتې سره مخامخ شوی ده و دې ته یو نوې توجیه برابر کړي که چیرې پاکستان نه وای موږ به کامیاب شوي وای که چیرې دوی سره کومک نه وای موږ به دا شوي وای دغه هم پکښې کېده دا مسله هم پکښې کېده چې امریکا هم په دې کې مخفي البته و دې افغانانو ته دا په خوله کې ورکوي دا په خپلو بډایانو ته چې په کابل کې شنه ولي دا په خوله کې ورکوي شته داسې خبرې وکړي چې یو توجه پیدا شي او دغه ته د خلکو توجه وانه وړي چې دا قیام چې دی په افغانستان کې د امریکایي اشغال پر ضد باندې د امریکا د دغه استعماري سیاست پر ضد باندې دا یو ملي او بومي ریښې لري امریکا نه غواړي چې د خلکو توجه و دې ته واوړي یا خلک و دې ته پر دې باندې اعتراف وکړي چې دغه خلک چې په افغانستان کې جنګیږي دا د خپل ولس د ازادۍ لپاره جنګیږي د امریکې د امپریالیزم د دغه استعمار پر ضد باندې جنګیږي د دې اشغال پر ضد باندې جنګیږي یعنی دا یو نوې دیس انفورمیشن دی یو نوې پروپاګاندا دی چې د افغانانو د قیام پر ضد باندې کېږي چې دا بومي نه دی دا ځایي نه دی دا په خلکو پر اړه نه دا نور ځای څخه تمویلیږي دا څه شکل ورکوي او بل الله خبره چې زه غواړم په لاندې ټوکې د بازار کوم کتاب سره دا فجایع چې د استرالیایي عسکرو یې د غسولې راسرګانې سوري په تاسو ورځو کې دا نه استرالیایي عسکرو چې خودکشي کړې په دوه هفتو کې خودکشي وکړه ځکه دا رپورټونه دغه سوله امریکا دا خو ما مطبوعاتو کې نه دي اوریدلي یعنی همدغه عسکرو چې په افغانستان کې فجاعت کړی ځانونه یې مړه کړي څنګه بله هو د دغه څخه نه کسو ځانونه خودکشي کړې په دوه هفتو کې په استرالیا کې او هغه هم په دا خاطر چې دغه رپورټونه را خپاره شوي دي او د دوی هغه وجدان یعنی واقعا هم د دوی د وجدان یې ورزیدول دي خطاب صاحب یو خبره چې د اشغال او دغه تجاوز د هغه د چې یوازې د اشغال هغه قرباني یعنی هغه اشغال سوي خلک نه تباه کوي چې یوازې افغانان تباه کوي بلکې دا د اشغالګرانو روح او وجدان هم ورخوسا کوي یعنی دا خوساتوب یوازې امریکې ته هم راغلي په امریکې کې د ورځې شل نفره هغه متقاعد عسکرو چې په افغانستان او عراق کې جنگ کړی دی خودکشي کړی د ورځې شل نفره شل تنه امریکایي عسکر چې په افغانستان او عراق کې جنگ کړی دی هغوی خودکشي کوي ځکه هلته وجدان تېروي هلته جنایتونه کړي دي هلته خلک وژلي دي ماشومان یې وژلي دي ښځې وژلي دي قتل کړي دي دا د دوی وجدان ورزیروي او دغه د استرالیایي عسکر هغه چې راووتله یوه استرالیایي عسکر ویلي دي چې
چې زموږ هغه خراووتله زموږ هغه خود زموږ فجایع د څرګند سولې امریکایانو او برتانیانو تر موږ ډېر جنایت کړی دی دا خپل استبیعي عسكر وای 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 تر موږ ډېر جنایت کړی دی یو غیر هم باید اوسي او تاسو خبر وایست چې چې امریکای حتی پر بین المللي جنایي محکمه باندې بندیزونه ولګوله یو میلیون عریضه د افغانانو د خاص خورته سوي دي بین المللي محکمه ته چې دا فجایع چې په امریکایانو کړي دي په افغانستان کې دا جنگي جرمونه چې کړي جنایت چې کړي دي دا یو میلیون عریضه سوي دي یعنی امریکا غواړي چې دا پټ کړي امریکا او په خپل ګوډاګانو سره دا په کابل کې شنول دي هغه وجه ته پکاوي چې له پاکستانیانو دا د پاکستانیانو کار دی دا دی او هغه دی د پاکستانیانو دا ولي نه غواړي چې دغه اصلي موضوعاتو ته د غزلي موضوعاتو ته چې دغه جنایت دی د امریکای اشغال دی چې د خپل جنایت دی دغه ته د خلکو توجه واوړي او اصلي خبرې ته متوجه شي ډیر معقوله تفسیر خو هم دا ده چې دغه هغه دی روحان په دوی باندې ډېر بد تاثیر کړی ده که خودکشي مو نه کړي یعنی هغه ده زه یو هغه لرمه دلته یو ویډیو موجود راغلې ده چې دا څوک چې عراق او افغانستان د زوی ته تللي دي ویلي دي چې حتی خپلې دریشګانې ایسته واچولې د نشانونه د محضر د عام کې مظاهره یې کړې ده همدا اوس فرزادجان برای خودت یک چیز فرستادم آقا که رښتیا ورم میخوایم برای شما دوستان عزیز موقعش بود آقای فکری صاحب فرمودن کسایی که در افغانستان جرم کرده بودند 39 نفر افغان غیر حق واقعا به شکل مزاح خود چی شده در واتساپ هم فرستادم در چم او را خب او را در لا بلای پر یعنی خودکشی کردن 9 نفر و بسیار جالب است در اخبار بیرون نشده بود آقای فقیری صاحب شنیدن و البته در اخبار معتبر امریکا و همچنان کسایی که در افغانستان یا در عراق یا در شرق میانه ای کسا امریکایی که فرستاده میشن واقعا اونا میبینن در حقیقت که اونجا مظالمی را اینا مرتکب میشن و سب بمباردمانی که صورت میگیره قریه جاتی که ویران میشه تا در دوران اشغال ارتش سرخ میگه امی لشکر اتحاد شوروی ارتش سرخ میگه از عقب بودن و این خلقی های دو آتشه رزیل وطن فروش میگه در جلو می دویدن و صاحب قریه را ویران میکردن تا اونا میگه دلسوزی داشتن مگر امی خلقی و پرچمی نداشتن اونا را میگفتن که میخوایم امی قریه را ویران کنیم اونا میگفتن بابا این مردم خو هیچ زد ما نه تفنگ فایر کرده و نه دیگه میگفت نه ما میشناسیم شما خب به هر حال جنایتکاران داخلی بسیار قصیر القلب مردم هستند چون در جنگ در تخاصم هم اونجا چی میگه اغراض شخصی داره امروز امرولای سالی برای از او آدم کشی بسیار به مراتب یعنی آسانتر است و به جرات میخواه هم لکدار بسازه و هم بکشه و از دمی رای خود دشمن خود دور کنه نسبت به یک امریکایی که یک جرم در افغانستان شاید مرتکب شوه و از بین ببره همه طور است در قطر موضوع اوز لگزر خلاص سوی ده چه در امقه قرارداد به اساس به دوی رفتار که در کابل حیات و سرمانه لیده ایتال نظره ده سه گرته با اولری خو که در قمی خو باید دوی کینی خبری او که او غیسی د حکومت باید رنگ سی نو دلته په جنیوا کې څلور بلیون ډالر اشرف غنی ته ورکوه او بیا غوې تقسیمو د خپل غلو ترمنز او الته د قطر خبره که غیسی د حکومت باید جای خالی کې بل عبوري حکومت یا بل اسلامی حکومت سند امریکا وعده ورته کړی و هغه منځ ته راسي ول بل خو د ترامپ اداري ویلی دي چې افغانستان بیخی وزید 2500 نفر با پریدی علایق افغانستان سر قطکی دا ایتال نظرت سده دی که تبصره که اول رئیس هایم خطاب صاحب دا قطر خبرو که کلا چه پامپی اولاری و قطر تا او پلا دا طالبان سر هم وقتلا او دا کابل دا رژیم دا ساو سر هم وقتلا دا پخپل دا وشادله چی او حالت پا اعلامیه چه خبر کرده در وزارت خارجه در امریکی وزارت خارجه چه اعلامیه خبر کرده حالت پا داگ ویلدی چه موش و داگ موافقت چی پا قطر که سوی دا اغا تا متعهدیو او مرغوارو چه اغا تکی پا تکی عملی سی تر هغه را وروسته سمدستی دا خبر هم را وتله چې د کابل رژیم هغه دوه شرطه منلی دي چې یو به د قطر موافقه اساس وي
او بل به فقه کچیر مشکل راسی ای دغه ته به انفی فقه ته به مراجعه کړي. دا دواړه دا شی خطاب صاحب چې د کابل رژیم وجه ته ما طالب وو چې ګونجې بایدن چراسی د دوی سره سمدارا وو کې د دوی سره د دوی څه خیال وساتي، مګر د بایدن د وزیر دا نومول شوی وزیر خارجه سره چې نوې نومولې دي د هغه د بیان او د خپل د نورو اخبارونو څخه داسې معلومیږي چې بایدن هم غواړي چې د هغه موافقه پرته له تغییر څخه عملي کړي. نو لهذا په د کابل د رژیم پر ګوډاګانو باندې الخرا تنګ شوې ده، وخت یې ډېر کم پاتې دی زما په نظر، او په دا خاطر هم وجهت حاضر شوي دي چې د هغه موافقه ومني د قطر هغه، او پر هغه باندې عمل وکړي. په دا خاطر هم ځینې خلک غوښتي چې کابل ته وایي ځینې ورغلي دي غواړي چې دغه وکړي مشورې وکړي. زما خپل عقیده دا ده چې امریکا به هم پر دې باندې به اصرار وکړي چې هغه موافقه ده او پر هغه سره به عمل کېږي، او زه خپله په دې عقیده یم چې دا چې هلته موافقه راسي او موافقه وسي د یو موقتي حکومت راته ضروري دی، حتمي دی، هیڅ چاره نشته چې یو موقتي حکومت رانسي او دغه انتقالي دوره یو موقتي حکومت تېره نه کړي. نو لهذا زه پخپله دغه د قطر خبري او د پامپي ورتاک د خلیلزاد نوي ټویټونه دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې د کابل پر حکومت باندې سهاره تنګه کړي. ونه دغه شای چې لیکل شوی دی په قرارداد کې چې بل حکومت به نتیجه دی هم دی ناشته منستراسی اشرف غنی ورو ورو یعنی جلاو خوشکی ایتال نظر یعنی هغه به نه اصرار به پدې نه چې هم دا حکومت دی د څلور کال نور چې پاتې دی دوام وکړي. څه فکر نه کوم چې طالبان دا وو، او که طالبان دا و نه مانی ورسره هیڅ امکان نشته چې غنی دې څلور کال نور په ار کې پاتې شي، او دا منطقي هم نه ده. واقعا هم زما په نظر منطقي نه ده چې ښکاري چې غنی دې خپل دوره پوره کړي. غنی به ډېر کوشش وکړي، د ډېر لار څخه به کوشش وکړي. دا یو امر الله صالح دغه تورون ته به مخه کې دا بیچاره ګان ژورنالستان وژنه دا خلک وژنه دې ته به مخه کې، او دا به هم ډېر و بین ملي ټولنې ته راپورته کړي چې القاعده د دلته وه، القاعده تر اوسه پورې شته وه، القاعده جو مطلب پرېږدي او طالبان دي د هغو سره روابط لري او تر اوسه پورې روابط نه دي قطع کړي. دا خبرې به هم ډېر راپورته کړي، مګر زما خپل عقیده دا ده چې د دغه کانفرانس څخه چې دا خبر دا وتلې د جنیوا د کانفرانس څخه چې وایي چې زموږ آینده کومکونه به د سولې سره مرتبطه وي، د سولې سره به تړاو لري. که په سولې کې دغه راسي پرمختګ راسي موږ به خپلو کومکونه ته دوام ورکوو، او که ونه کې موږ نه ورکوو. امریکا هم ویل دي چې نیمه وسترکو او نیم $500 میلیون کې نیم اوس کرا بدرکو، او $300 میلیون د سولې سره تړلي دي. چاڅونی په سولې کې د سولې د قطر په خبرو کې دغه راځي پرمختګ راځي، په هغه اندازه به موږ خپل کومکونه وسره کړو. یعنی زه فکر نه کوم چې بین ملي ټولنه کې نور د اشرف غني او دغه فساد، دغه رشوت خوري، دغه بدو افسولو ته د ارګو د دو د امر الله صالح او د خلک څو نفر چې د حاکمان په ار کې ناست دي دوی ته نور زه فکر کوم چې صاحب راتنګه کېږي، او د جنیبا کانفرانس د پامپیو سفر و قطر ته دواړه دا ښیي چې حتی پامپیو کابل ته ولاړ نړۍ خلیزات کابل ته نه وي تللي، مګر وقته ته ځي طالبانو سره ګوري و دته سره نه ګوري. دا په خپل یو سیاسي پیغام لري، او زما په نظر چې باید په ډېر لنډ وخت کې د غنی دا د هغه خلیزات خبره مې یاد کړه. د هغه سفرونه به ډېر اوسه چکی او چې دلته لاړو هلته اوس بیخي دا یو میاشت چې دا د جو بایدن خبره یاد شوی میدان وړی ده دیم غلی سو چې ورک شو صرف په همدغه پامپیو سره یو ځای یو چیرته عکس ما ولیده د ښځو دا د کابل له هیئت سره ولاړو. د هغه فعالیتونه هم داسې ورو ورو هغه سوي دي، ضعیفه سوي دي یو برخه. بله دا ده چې دا اشرف غني انتظار درلود چې انتخابات وسي او که جو بایدن راسي د ده ترازو درنه سي. دا د اوس په دغه حالت کې چې جو بایدن میدان ګټلی ده او شاید جمهور رئیس شي، بیا هم د ده تمه له جو بایدن نه به وي یا
دننه د کوم شین چراغ نه دا ور کړای نو کوم شین چراغ تر اوسه نه دی کړل شوی بلکې دا لا ویل شوی دی چې داغه موافقه چې داغه د عملی کیږي ما د جو بایدن د خارجه وزیر چې نوې نومولې دی یا خپل کابینه کې داخل وي د خبرې واوره د خبرې هم عین پلان خبرې دي چې موږ به او په داګه وویل چې موږ د خلیزات له حال زور څخه قدردانی کوو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی ډېر زحمت یې ایستلې دي موږ غواړو چې دغه څه چې دوی کړي دي پر دغه باندې نور شی آباد کړو یعنې دوی تعذاب یې شدي موږ غواړو په دغه باندې نور هم حرکت وکړو او موږ غواړو چې دغه ابدي جنگونه ختم کړو د جو بایدن د وزیر خارجه د نوموړي سوي وزیر خارجه خبرې دي او خپل جو بایدن هم په څو مصاحبو کې په اوس نږدې کې دغه ویل دي چې موږ نه غواړو د ابدي جنگونو ته دوام ورکړو زه فکر کوم چې هغه تم چې د کابل رژیم د جو بایدن د راتګ څخه درلوده هغه خاورې سوي ده هغه په ناامیدي باندې اوښته ده او په دا خاطر هم قطر کې هغه دوه شرط ومنله او په دا خاطر هم د نور کیسې راوستل چې کمیسیون جوړو د فساد لپاره د ادارې فساد لپاره د مبارزې لپاره تاسو خبرې راوستل چې د خپل فساد د اکثر پټ کې او د اروپایي اتحاد او د نور یو څه سمپاتي یا خواخوږي ترلاسه کړي مګر بیا هم خطاب سره زه باید ووایم چې د غنی او د نننۍ حاکمانو ورځ چم پښمال دي خدای دې وکړي خیر وي چې هغه کېږي هم دا د نن په معلومات دي تکمیل دي واقعیت رګيږي د افغانستان هغه څه چې د نن واقعیتونه دي تاسف دا ده چې د افغانستان څه رسانی دي ضد دي د حرکت د نن د خبرونو چې واقعیا په واقعي توګه مخې ته زی هغه هغه کې پټ کی هغه شان وایي چې هغه د حکومت په ګټه لاسونه سره ورکړي دا غاسی چې ویل کی ناسالی مطبوعات دی په حقیقت کې ضد خلکو تبلیغات کیږي په وطن کې او طالب پنجابای او بلبل ډیر ښه تشریح دی عمل ته ورکړه او ما هم پروند ویل چې طالب دی پاکستان نو کوي او چا کوي او څه بارسي چې پزړی دی طالبانو هغه پاکستان هغه و کی هغه د تروسه باید عمل کړای وای ته په هغه کې فشار راوړای وای طالب منلای وای تر اوسه خو موقف د طالب اته ضد امریکا چې اوسامه بن لادن ور تسلیم نه کړ خپل حکومت رنګ که همداشن تر اوسه خصوصا په قرارداد کې خپل بندیان زندانیان غون په خلاص کړ اوس دا نور زندانیان په خلاص کړ لوتور لستم ځان را باسي او همداشن هغه چې په قرارداد کې ویلی و چې به نتیجه دی همدغه خبرو اترو به بل حکومت منسترازی همغه اساس به د دوه میاشتې دوی په دالیزو کې د خوا خوا ګیرو سره ګرځېدل لاړ سه ورا سه او ځینې پښې ګوډې او لاسونه خسته شوي وو اخرې پې ومنله چې وروره تر څو چې ناستې اوسئ که نه زه یې بلا درپسې د موږ موقف همدا ده د همدې قرارداد د هغه لپاره راغلي چې په یو بند د قرارداد دا ده چې تاسو سره وغږېږو یو شي ته چې ته متوجه سوې فقیري صاحب د امام ورته فکر سو دا طالبانو یو وخت یې نه غوښتل چې د حکومت له هیئت سره یا څوک چې هغوی رالیږي هغوی سره وغږېږي مګر دا وارې دوی ومنله دغه خبره دلته ما ته دوی لږ زره یو څه خام معلوم سو مګر بیا وروسته یې تا نظر هم درست ده چې دغه حکومت نه باید دغه قلف او کلی واخلي اوس حکمتیار او کرزی دا خو عادي خلک دي هغه قانوني هویت نه لري یا دا نور حزبونه یعنی راسن هم دغه حکومت نه تسلیم کړي هر شی ځان ته یو بخش د قضیې او بل دا چې دوی سره په اسانه شاید په موافقې ته ورسیږي په دې چې امریکا په همدوی فشار راوړي همدې هغه ته وایي غني ته چې زیاتي نور عاد دي وپېژنه او خوښ یې که د حکومت مګر بیا نور حیات ته خو څوک څه نشي ویلی هغه پنځه شپږ زبې دي واري او سره څوک بیا وخت ضایع کوي د مال نظره دغه یې چې منلی په دې کې هم دا د طالبانو یو سیاست ووله څنګه زه فکر کوم چې یو خو دا د سیاسي مسله هم وه چې تاسو اشاره ورته وکړله او بل دا وه چې هلته په سیمه کې هم فشارونه وه یعنی واقعا هم د قطر د خوا څخه او هم د بین الملی ټولنې د خوا څخه د اروپایانو د خوا څخه داسې یو شی هغوی ته شم ویل کېدی چې اوس خو موږ دا خلک په رسمیت پېژندلی دي د کابل حکومت موږ په رسمیت پېژندلی دي سفارتونه زمو سره دي او موږ نسو کولای چې دا سر یې ور غټ ور پرې کړو او
وی غرزو یعنی پیوزل پیو کرات اگر دو غرزو دا بزمور لپاره ډیر غوی مشکل خبره د مش هم د پیسې مصرف کړي دي خلک قربانی ور کړی دي په استعمال وینم چې سی وی دی او دا موږ خپل خلکو ته نو سوایلای چې موږ دا خلک چې ته ورزله په ورز کې بس سرونه ځنی وټ کړل پلی مو کړل او مو غرزول دا بزمور لپاره د زول لپاره البته یعنی د اروپایانو لپاره د امریکای د خلکو لپاره دغه هضم هم ودی ته مشکله وو نو زه فکر کوم چې طالبان شاید په دې قانې کړی وي چې تاسو د دوی سره خبرې شروع کړئ په دوی سره خبرې شروع کړئ او اگر تاسو اشاره ورته وکړئ چې قلف کلی هم د دوی څخه دی او تاسو باید د دوی څخه دا شی تسلیم کړئ بیا به وروسته نور افغانان هم پر اګست دغه وروسته د نور افغانانو را ګډېدل زما فکر زما قدر دا چې هغه باید ژر تر ژره اوسي اوس خبرې راځي ځای ته رسېدلی دي چې دوی موافقې ته ورسي نور افغانان هم پر اګست ځکه یو درېمګړی افغان کولای شي چې په دې برخه کې ډېر مثبت رول ولوبوي ډېر مثبت کار وکړي او داسې معلومېږي چې کله ډېر وخت په دغسې مذاکراتو کې درېمګړي خلک نسبتا ډېر ډېر جالب وو ډېره مننه صاحب ډېر ښه وغږېدې خیر وې چې تورې معمول فکري صاحب محترم ښه وغږېد او واقعیتونه د افغانستان بیان کړ دا شعارونه او د چټیات دي ځینو رزیلانو چې په میزونو کې ګورو یک نفر است یک بای آدم استم تو کلی کچالو ورېداره آقای فروزان چیزایی میگفت دیروز د کانادا او را وصل میکنن هیچ به مو نه به وقایق روز میخواند و نه مثال طالبا رو بیاره مدغم بسازه دمی حکومت شاید و چیزایی میگه سب که هیچ همو تو سر هر بوتل بگی ده که دیگه دور داده برو بخون نمیشه برحال دوستان عزیز یک کلیپ داریم اما تو که آقای فکری صاحب هم گفتن همی اساکری را که به افغانستان قوای اطلاع فرستاده امریکا و دیگه کشورها خصوصا در امریکا که مهد دموکراسی و صدای آزاد است ارادی آزاد بعضی ها حقایق درک کرده بودن از زن تا مرد نیروهای نظامی امریکا برگشتن اما فرم و نشان خود انداختن در یک مظاهره و حقایق بیان داشتن اونجا گفتن که جنگ عراق هم دروغین است بود و در افغانستان هم ما چرا خونی خود بریزیم برای یک جنگی که هیچ معنا نداشت توجب داریم I was duped into an illegal war that was sold to me on the guise that I was going to be liberating the Iraqi people, when instead of liberating the people, I was liberating their oil fields. I was in Iraq in 03, and what I saw there crushed me. I don't want us to suffer this again, and I don't want our children to suffer this again. So I'm giving these back. I mean, I did two tours in Iraq. No amount of medals, ribbons, or flags can cover the amount of human suffering caused by these wars. We don't want this garbage. We want our human rights. We want our right to heal. I'm here to return my Global War on Terrorism Service Medal in solidarity with the people of Iraq and the people of Afghanistan. I am deeply sorry for the destruction that we have caused in those countries and around the globe. I am proud to stand on this stage with my fellow veterans and my Afghan sisters. These were lies. I'm giving them back. This medal I'm dedicating to the children of Iraq that no longer have fathers and mothers. I was a nuclear biological chemical specialist for a war that didn't have any weapons of mass destruction. So I deserted. I'm one of 40,000 people that left the United States Armed Forces because this is a lie. Returning my Global War on Terrorism medal and my military coins on behalf of Private First Class Bradley Manning, who sacrificed everything to show us the truth about these wars. I was duped into an illegal war that was
that was sold to me on the guise that I was going to be liberating the Iraqi people, when instead of liberating the people, I was liberating their oil fields. And I'm turning in these medals today for the people of Afghanistan, Iraq, Palestine, and all victims of occupation across the world, and also for all the service members and veterans who are against these wars. You are not alone! بسیار جالب بود دوستان عزیز، اما فرم و نشان خدا گفته بعضی ها دور انداختن. نیروی عسکری افغانستان که بیشتر در داخل قضایا را میبینن، دیده و بدانسته، یونیفرم از اینا را میپوشه و زده مردم خود میستن، لعنت به همه تو مردم. و در اینجا یک امریکایی می فرم و نشان خود می اندازه و دور و حقایق جنگ افغانستان عراق و فلسطین و اینا رو بیان داشتن که عباس است، دروغین است، ما نمیخوایم پالیسی دروغین و خشمانی ایالات متحده امریکا را تعقیب کنیم و ما وسیله مرگ مردم و مناطق کردیم. بسیار جالب بود. این را باید ما با اردوی افغانستان، با همین چند تا مزدوری که از امرالله صالح گرفته تا اسدالله خالد و دیگه و دیگه، باید اینا رو ببینن، عبرت ببرن این زیلا. بله، سلام علیکم. سنگه السلام علیکم. و علیکم سلام. یو شاید ما شاید امی تلفونی واتساپ روی صفحه تلویزیون بعد از اعلانات بگذاریم، به امی نمره 818-917-1588 میشه تلفون بزنین. از راه دور ما مو تلفونا رو میبرداریم که از افغانستان، ایران و شرق میانه، چون برای از اونا مشکل است، لانگ دیستنس است، مصرف می، با مو تلفن میتونن رایگان تلفن کنه. یک تلفن جدید تدارک کردیم برای می منظور که برای از اونا سهولت پیدا شد. سنگه کریم جان جوړ پخې جوړ وسه دایته خبر خنه سم ده خو دې پلان جوړ کړی ده نو زه واتساپ سیسی نه نه ته اوش کود چه تی واتساپ نه استفاده اونه که تی پلندن که دا عادی تیلیفون که تیلیفون دا که خواه سمه وی دای تا خبرو تا من خوک نیوله دا دی فقیری صاحب تر دیر ها تایی خی خبری وی که رشتیا خبری وی او دی تام که خبری وی خرافرین خراغ لی دا دی پنجابیان و دا ظلمان و دا او بلا دی دا دو خبری سی دو که دو درائی خبری خو بخی دیر خبری وی دیر پزا پوری خبری وی دی دم ولی دی تام ولی تا سی بخلای وی زمان در که خی سیات و بریالی تبونا پا نصیب سی خبر دا چه دای وی سی وی خلق زنوزن کری دا سرتیر پا امریکا که پا دانا ولی وی نخوال مخته داسې دوی دا کارونه کړي دي، خو مخته بې خوول ده. هغه دا اوس مې وښود، همدغه اوس دې ونه لیده دغه خلک. دا خو بل شی و، هغه ځانوزنه نه، هغه ځانوزنه خو هغه نو داسې یو سړی مړ وي تابوتونه هغه کوي. دا خو امریکا کې هم ځینې شیان مخفي ساتي دوی، یو کلاسیفاید ده یو ډی کلاسیفاید. د مارس وایرس دا نو په هغه وخت کې چې دا ځانوزنه کوله، ولې امریکې ونه ویل، ولې دا بل تور مخې د استرالیا واشه لیوانه ولی و نویل ویسی خبر پوته سو در دو میاسی مخت سایب دا پمپیو رد کرد دا دی نریوالی دی بشارت پزید بانده سرانوالی سی دا اطلاع سی دا خبر پوته که پختان وکل دا پری نخو دا پمپیو اجازه ور نکر و دی سی دی گوار دی ام پنال نال تکایی و میخ تکایی حال تا بیا پمپیو وایی سی پا سعودی عربستان که کلیسا نست نو علت سی سویان نست کلیسا ما چا تا جولا کن بیا حال تا گوار فلسطینی وی سرسنی نیوالی دا گوار را که لغو سر تاسی سلک وی یا بغم که پاس یا زیده سهونی سی حکومت خو بیالا فلسطینیان مخ لری نا فلسطین وی یا وقتی که تکل دا تا اسرائیل وو و سعید یهودیان وو لیکن د اسرائیلو دولت خو هیڅ وجود نه درلود. بیا خو له دواړو سره خبرې وکړئ، یو هېواد یې کړئ، د ورورګلوۍ د سم یو شی خو هغه پرېږده، هغه افغانستان پورې اړه نه لري. دا خبرې د افغانستان چې دومره سر مغزه مو خوړل، په هغه وغږېږه سړی نه. خو خبره داسې چل ده، تا خبره صحیح ده.
خبره په افغانستان څه ده خو په مذهب او په اسلام ده صحیح ده هغه اسلام ده غزه دوله کعبه دې مونږ نه ده چې دا چې و دې مسلمانانو و ته هغه هدف نه ولي د خو خيزه چې د خو خيزه چې ایتای په فلسطین څه غرزته ده د افغانستان باغه ا دا عمران خان راغی دا قطر کې خبرې دي دومره ډېره خبرې دي هغه پرې دي زی هغه خاطر لکه ایتای پر و د ایتای خبرې پوری نو بیا ته ول افغانانو ته وای او ګلبدین ته وای ونور په کشمیر کې څه څه ځانونه ورنی گورا 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 لالا جان ما تا خواه که ده کریم جان قنده لدیست چی رازی پا مغا موضوعات چی گرم دی ده ورازی دی پا وغا وغا گیگا بیا خلق وای وای ده دیمونگا پکتون ده سرکافته سا وای ده مغزه خراب سوی اوز دو در توایی ما چی پا دقا مسائل وغا ده قطر که چی خبری پی که ده امریکا پالیسی چی رقم حکومت براسی ولی عمران خان را غلی و بل و تیز یک کشمیر چی شی سو قاغه که پا اسرائیل چو نخواستای دیتای کور ودانی چق پا دوهای کسی دی حال تا بل شهر حالا تا که طالبان چا خبر تا واگ ننیسی دی چا خبر تا هیچ واگ ننیسی تو والا بله سلام علیکم بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم سر علیکم سلام بفرمایید سب سلام علیکم سر جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته تشکر صاحب جناب خطاب صاحب اجازه بده در مورد مداخله حکومت آخوندهای ایران که خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان غیر مسئولانه می داند تفسیر کوتاه داشته باشم که از اینجا مسئولانه برای در ایران مسئولانه داخل شو عجب مزه خواد بفرمایی تمامداران حکومت آخوندهای ایران در قضیه اشغال افغانستان توسط امریکای متجاوز سیاست دوگانه را بازی میکنند در ابتدای اشغال هوا و فضای ایران در خدمت امریکایی ها بود و با افتخار میگفتند که اگر کمک ایران نمی بود امریکا باسانی قادر به اشغال افغانستان نبود این آخوندهای خبیث متعصب و مفسد مانند منافقین زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در ظاهر امریکا را شیطان بزرگ میخوانند در اصل ایران نمیخواهد که به زودی نیروهای اشغالگر امریکایی افغانستان را ترک کنند و اصل در این کشور مستقر شود زیرا ایران می خواهد با دوام وضعیت کنونی به اهداف شوم خود دست یابند سیاست ایران در مورد افغانستان همیشه خصمانه و دو پهلو بوده که هم دزد را می آورند و هم صاحب خانه را خبر می دهند ایران در شرایط کنونی خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی خیانت بر منافع ملی افغانستان است بله. رسول مساوی مدیر عمومی مسئول بخش آسیای غربی وزارت خارجه ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد این کشور میگوید که هدف آمریکا تغییر رژیم در افغانستان است از زمین رو تاکید میوزد که آمریکا نیروهایش را از افغانستان باید به گونه مسئولانه بیرون نماید آمریکایی‌ها باید با مسئولیت خود عمل نمایند نه اینکه کشور را 20 سال اشغال کنند و نه تنها نهادهای مختلف را که قرار بود به وجود بیاورد راه اندازی نکند بلکه همه آنها را تسلیم اپوزیسیون آن دولت نماید این نه تنها خروج مسئولانه نیست بلکه خیانت به منافع ملی یک کشور است و افزود امریکا اگر از افغانستان بیرون شود در هیچ کشور بحث دوست مفهوم پذیر نیست بنان ایران به شرمانه منافع ملی افغانستان را تعریف می کند موسوی امریکا را مشوره می دهد که بیرون شدنشان از افغانستان به اعتبارشان در سطح جهانی لطمه وارد می کند و علاقمندانشان را تضعیف و حتی ناباور می سازد و من الله التوفیق و دیو جان خودش می فهمه که چی کنه کی را بخوره و کی را ازدواج کنه بندش ایرانی ها دیگه یرفایی را که اینا میزنه
خیانت. و از این معلوم میشه که ایران هم میفهمه که چی میگه، این طوفان در پیش است و میاد در افغانستان، شاید یک حکومت طالبا خو اکثرشان سنی مذهب هستند، یکی افغانستان فراخوا حد گرفت به امو قانون اصول جعفری را خود میزای مذاکره بانین که یک دفعه حکومت یک دفعه سنی ها گرفت و صاحب کسی چی میگه سالگری مزاری و کریم خلیلی و که عجی محمد محقق و اینا را مفت خواد ساخت و برو که نمیری. یک خبر جالب ما امروز از زبیح الله مجاهد دیدم په بامیان ولایت کې چاودنې د اسلامي امارت په مجاهدینو پورې ربط نه لري، مونږ په ولسي وګړو او ملکي اهدافو بریدونه غندو. وقوع انفجارها در ولایت بامیان ربطی به مجاهدین امارت اسلامی ندارد، ما حملات بر مردم و اهداف ملکی را نیکوهش میکنیم. زبیح الله مجاهد. شاید امروز البته در اخبار تا این دم نیامده، مسئله بسیار تازه خواهد بود، در بامیان انفجارات صورت گرفته که او را جمعیت امین طالبان رد کرده که کار طالب نیست انفجارات و البته کاری بر کسی بوده، یعنی اونا رد کرده که با اونا ربطی نداره. به هر حال دوستان عزیز لاینایتان نگه دارین و تلفن بزنین، با هم انشالله صحبت خواهیم کرد. شماره واتساپ 001-818-915-1588 است و شما میتونین به می شماره از شرق میانه، افغانستان، پاکستان، کشورهای دور، ایران تلفن بزنین. اگر شماره اروپا آمد دوره متاسفانه ما برداشته نمیدنید، روی امواج قرار نمیتونم. اما کسایی که از راه دور چون ممالکی که اونا دسترسی به همین لانگ دستنس ندارن و راه دور و اگر هم دارن برشان به قیمت می انجامه، برای سهولت به اونا هست. به هر حال میریم سراغ اعلانات، برمیگردیم خدمت شما خواهیم. بینندگان نهایت گرامی، اسپری تسکین فوری دردها به خصوص برای مفاصل، عضلات و تمام دردها به شکل فوری فقط تاثیر میکند. اسپری تسکین دهنده فوری دردها شما میتونین که از بازار پیام افغان با شماره 818-917-1588 تماس بگیرید و به دسترس شما قرار داده میشد. بشه تابید و بشه تابید. کلینیک دندان پزشکی سعدی محمد در وانسبید لسفشتغاستر 64، سم ارستن اون ایل پرکتیکرین سعدی محمد. در این کلینیک با مدرن ترین وسایل و میتودهای جدید تداوی دندان و جوف دهن، زیبایی دندان های تغییر رنگ یافته، سفید کردن دندان و لکه دندان ها، پرکاری و ترمیم دندان ها، چکاپ و معاینه برای سلامتی جوف دهن، ساخت و پوش دندان ها با کراون، پروتزی یا جراحی دندان، تداوی بیره و لثه دندان، تشخیص و تداوی همراز وجه فکی، جلوگیری حساسیدن دندان ها توسط شین و اکسری دندان با اشعه کم و بدون ضرر در خدمت شما مشتریان عزیز است. سام ادستن اون ایل پرکتیکرین سعدی محمد لسشتغاستر 64، آمبورگ 22049. برای معلومات بیشتر با شماره تلفن زنگ به تماس شوید. متذکر باید شد که روزهای جمعه تنها برای خانم ها در خدمت شما هموطنان عزیز است. Envision the world of a child, creating and imagining as they please, envisioning a better world in their own way. We all want the best for the children in our lives, happy homes, a strong education, food to fill their bellies, and more. At Islamic Relief,
we're working to make children envision a better world through our programs across the world. Help us create a brighter future for these children. Donate today at irusa.org. شرکت قالین فروشی نوبل پالاس در شهر هامبورگ، وانس بیگ مارک در عقب مکدونالد، انتر شتر شماره 8 که تازه گشایش یافته است، بهترین قالین های کلاسیک و مدرن دستی و ماشینی را از افغانستان، ایران، هندوستان و پاکستان وارد نموده و مناسب ترین قیمت ها در اختیار شما مشتریان عزیز قرار می دهد. شرکت نوبل پالاس به خاطر افتتاح شرکت یک تخفیف 30% و علاوه بر آن تحفه خاص را برای خریداران عزیز در نظر گرفته است. آدرس شرکت قالین فروشی نوبل پالاس در شهر هامبورگ، عقب مکدونالدز، انترم اشترن شماره 8، شماره تلفن 0163-917-1691. استیتیش سان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، به سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استیتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگ، هامبورگر اشتراسه شماره 167 شهر هامبورگ، در فاصله 1 کیلومتری از مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، چوکی های طعام‌خوری و میزهای طعام‌خوری، مبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان، با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در دو طبقه با موبل های مختلف، موبل های دستی محصول کشور ترکیه و با دیزاین کلاسیک، مدرن و لکچری با اضافه رنگ های انتخابی شما، در 200 رنگ مختلف با کوالیتی اعلی و 2 سال گارانتی در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای خریداری شده را به محل دلخواه شما انتقال داده و خدمات ترمیماتی را انجام می دهد. Thank you.
دوستان عزیز، عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد. باز هم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم. شماره روی صفحه تلویزیون 001-818-970-1588، شماره واتساپ هست. برای آلمان و نمیدانم کشورهای اروپایی ما تلفن‌ها رو نمیگیرم، قطع میکنم. از تلفن آزاد، یعنی از تلفن دستی تان تلفن میتونین بزنین، امکانات موجود است و یعنی رایگان است. مگر برای کسایی که فرض کنیم در شرق میانه، افغانستان، پاکستان، در امو بدنه، در آسیا به سر میبرن، برای از اونا مشکل خواهد بود. باز خصوصا کسایی که سالها میخواستن تلفن بزنن به تلویزیون و امو امکانات پولی از او موجود نبود که روی لاین قرار بگیرن، او برای ما چی بود؟ باشن که تلفن بزنین لطفا. بله، سلام علیکم. سلام جناب محترم آقای خطاب. و علیکم سلام، خوش آمدین. لطف کردین، سلام. صحبت های محترم فقیدی صاحب هم شنیدیم، توضیح دادن در مورد کنفرانس جناب اینا. هر شما خدمت شما در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان که اینا اصلا شکل رسانه‌ایش کمتر بود، موضوعات اقتصادی و موضوعات تجاری رو در بر گرفت، اما در اصل صحبت از اینا پشت درهای بسته صورت گرفته. در امور دیپلماسی یا در امور سیاست، آنچه که در پشت درهای بسته میشه او خیانت ملی است که مرتکب میشن. باز در آینده افشا خواهد شد و آقای غنی هم کلام پروتکلی را با اینا در امضا شده که مرتکب خیانت ملی در آینده افشا خواهد شد، خواهد بود. در مورد از اینکه جنگ ها را عساکر امریکا میبینن، جنگ که امروز در جهان در لیبیا و عراق و سر موضوعات دیگه که در رخ داده در افغانستان، این جنگ غولای کپیتال های هستن، سرمایه دار غولای کپیتال یا سرمایه، اونا برا میندازن و دولت ها را موظف میسازن پایینی کارا را بکنه. عسکر بیچاره تحت امر است، اون نمیفهمه که موضوعش چی است و کجا میره. هر جایی که سوق اداره شد به مو طرف فنا میبرن. در اینجا فقط کپیتال یا سرمایه دارای جهان که در امریکا، اسرائیل و اینا هستن، اینا اونا سازماندهی میکنن. در مورد سیاست افغانستان و در قبال همسایه هاش خدمت شما عرض بکنم، در این موضوع جنگ افغانستان پایمال دو پالیسی بزرگ شده. یکی پالیسی یا خواست پاکستان است در افغانستان، یکی هم خواست و پالیسی منافع امریکا طرف آسیای میانه است. که در افغانستان پاکستان خواستار از این است که افغانستان همسایش کشور ضعیف، کشوری که اردو نداشته باشه، کشوری که در اوج نفاق باشه، و به همین سبب هم است که در افغانستان توشم تضادهای کاملا بیاصل که تماما جامعه ما را رواج یافته، در اینجا اینا فقط دامن میزنن. امور اجرایی افغانستان نسبتا به طرفدارایی که پاکستان خود تربیه کرده در افغانستان، همین تنظیمایی بودن که زمانی در افغانستان در پاکستان مستقر بودن، و اینا سایه هر کدام از اینا در ارگانهای دولت هستند، در پارلمان هستند، در اینا هستند، میخواین افغانستان پاکستان در قبضه خود داشته باشه، یا ایش که سراسر بتانه توان شاید نباشه، اما میتونه یک حکومت دست نشانده و مزدور تلاش داره که داشته باشه. و او کسایی که از مدارس دینی برآمدن هم فارغ شدن که در حدود 5000 مدرسه در افغانستان تأسیس کردن، اینا کل استادایش از پاکستان از اون گذشته های دیوبند شروع میشه تا مدارس دیگهش، همه استادایش پاکستانی است. و افغانستان فقط آهسته آهسته کپی به پاکستان تبدیل میکنن از خواسته های خود امریکا تا در مقابل هندوستان از استفاده ببرن. مزید در این رابطه اونمو موضوع تولید به حساب بگویم تروریست هاست که در خود پاکستان تولید میشه، و از این امتیاز از این هم امریکا به پاکستان نیازمند است که از همین تروریست ها به خاطر اهداف خود در آسیای میانه، که زمان هیلاری کلینتون گفت ما در جنگی که با روسا بودیم، روسا شکست خوردن، ما انتظار از این نداشتیم که کشورهای تازه به آزادی رسیده پس دوباره وابسته به ماسکو شود. بنان اینا در صدد شدن که امروز نیازمند هستن بینمی گروه های طالب که به وسیله پاکستان تربیه می‌یابند، به وسیله از اینا تجهیز میشن، به وسیله از اینا پس دوباره
و حکومت های افغانستان دستور داده میشه تا اونا را رها بکنن، از اونا حمایت صورت میگیره. هر کدام از اینا را هیچ کسی تا بال محاکمه نکردن، برای از اینکه لشکر از اینا کمبود نشه تا منافع امریکا و منافع پاکستان در یک منطقه ساکت نمانه. مذاکراتی هم که تا حال صورت گرفته، این مذاکرات تا حال فقط طوری شده که طالب از حالت تروریستی به یک گروه تقریبا سیاسی تبدیل کردن، و در این جنگ هایی که فعلا صورت گرفته طالب فقط به یک قوت، به یک نیرو، به یک نیروی بزرگ نظامی تبدیل کرده که امکانات بیشتر هم میره که اونا خودشان به این منابر هستن که ما میتونیم از دیدگاه نظامی افغانستان به تصرف خود بیاریم که چنین چیز را شاید نتانن، ولی بان هم تلاششان به می هست که بتانن افغانستان به حساب به طرف خود شان بکشانن، اما امکانات موجود نیست، چرا کشورهای دیگه شمال افغانستان به خصوص روسیه در این مورد طرفدار به این نیست که طالب در افغانستان حاکمیت به خود داشته باشه بلد. و دیگه احزابی که در اونجا هست ماضی است که اونا هم طرفدارای خود در خارج دارن، میتونه از اینا پشتیبانی بکنن که افغانستان باز دوباره به یک میدان جنگ دیگه تبدیل خواهد شد. و یک موضوع دیگه هم در سیاست خود امریکا، همین موضوع صلح جنگ همیشه دوامدار است و این از جمله استراتژی جای اصیلش در منطقه آسیای میانه رسیدنشان است هدف برای جنگ صلح و دراز مدت. تشکر از توجه. خب تحلیل واقعی بینانه بود، تشکر. خواهز آنچه فرمودین از گروه های اسلامی در دوران جهاد هم از احساسات افغان استفاده صورت گرفته، در همی شرق میانه ببینین اکثر جنگ های مذهبی است، از فلسطین مسلمان ها هستند و خاکایشان گرفته شده توسط یهودی ها و یا شیعه را با سنی در جنگ قرار میتن که علی ایران آمد و میخوریتان و عربا را بترسان. این خاصی سیاست انگلیس و امریکا خصوصا هست که میخواهند رابطه، یعنی امو بلی بلی الو سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. افغانستان غگیگی از افغانستان صحبت میکنین؟ بله الو بله بله میشنوین صدا را؟ بله او غگیگی خبرو را چی بداغه در واتساپ بله قد... ما میشنم بفرماین سه ولد و سهال سهال خطاب صاحب مننه دغه دی دا پیشنهاد ما اول زل څلور میاشتې مخکې ما درته وکی اوس خدای توفیق در کی ډیر مننه ډیر ته با سانتیاوی اصل سید بیا ونه وای نو نه شپه دا دی غیبی ولاد ته خو نو ډیر نه وخت هم دی تقریبا 12 بجې او څو د خېلې و زه سات موږ څه کنستل هغه پری دا افغانستان کې تمام کار نه لري خوبونه وي اوز تلویزیون که بیاد از خبری آقا چه خبری دی؟ خبری او که خبری او که نه پا بنا کن نسته تا چه خبری خو دقیقه دی آقا دا پخواه دا پخوانه دا بدر تو بایم چه خیر و خیرات تا یه خبری نسته خو طول جیرانات هستی هدی پستور گوینی آوری هستی خطاب سب ستای سخاول منه کم دا یوشه جالب پروگرام داری دا قدر ور خلقی هست او احترام لرو واقعا چې ته رښتیا وای او شو موقف لري دا زموږ یو نظر دی چې لا 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 کوم لکم ځای غږیږي د افغانستان چیرې کابل کې که کابل کې یعنی تا مغه ویار وخت بده چې تلیفون راکاو بله وو که 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 صحیح ده وو اوس پوسولم اوس پوسولم زه زول یاریم داسې نه دی څه خبری دی څه خبری دی کابل کې کنه خیر و خیریت وای زه واقع خوام به دی دا اوس څه خیریت ده نو بیغمه ډنګوي نو ساتم تیر ده خو دغه دی دغه نوی خبر چې اوس موږ د دغه ایران انټرنیشنل څخه واورېده او د خپل دغه تولو و دغه آریانا د دې څخه مو واورېد چې دغه په بامیانو کې دغه دوه انفجار سوي دي وایي 14 نفره تر اوسه پرې مړه دي او څو ویشت که څو دېرش نفر هم زخمیان دي دغه یې هغه نوی خبر و دا خو بد خبر د بولمې ورځې دا خو
موږ په خپل په دغه شهر کې وو یو ځای مو کار درلودی چې دغه شارټس ولا دغه درویش دانې بیم یک راکټان وو دا مجاهدینو په دوره کې خو چا چې جهاد کړی دا بیم یک ټول پیژنې دا او لاسالی چې ولدا اید د قریه های شمالی پیدا میشوه خو خبر دی اصلي ګډوډي دغه مخ کې چې خبر هغه رحماني چې ویل چې دغه روان دي سبس چې دی دغه یو استخباراتي ډله ده او هغه اوله خبره مې ابل ورځم وکړه اوس یې کومه تر مرګه پورې پر دغه خبرې باندې زه خطاب صاحب ولاړ یم و خپلو افغانانو ته وایم چې وړنو که دغه خلک چې اوس پر قدرت باندې ناست دي دا د الله سره جفا کړې ده د جهاد نوم یې خرڅ کړي بیرغ یې خرڅ کړي آبرو و عزت یې د افغانستان خرڅ کړي په ژوند ولاکه روغه ورځ دغه وویني دغه چا چې په بن کې دغه افغانستان یې خرڅ کړي دغه دې اوس په ارکې ناست دي ټوله قدرت او یو دغه زموږ افغانان و دغه ته نه متوجه کېږي خطاب صاحب چې اشرف غنی نوم اخلي ولاکه د ده به یو لس فیصده که د ده حاکمیت وي پنځه نوي فیصده نور خلک دي وروره عطا محمد نور یو وخت کې ونه ویله مخامخ چې ته اردو زما په علیه استعمالیې اویا فیصده زه یمه اردو ته څه خبرې ته ایجاد موږ کوي امنیت ملي دغه ټوله او بل چې دغه وزارت داخله دا د کابل د خلکو وینا ده چې دغه داخله وزارت چې د جمعیت څخه وانخیستل سي په علاقه په زر کاله یا غله ورک یا هر فسق و فساد په دې کې دی هغه لوچګان هغه زیر در گرفتگی و معتادان و یوسف دي راسې دلته یو پنځه ورځې ژوند وکړي بیا به زما د خبرو په مقابل کې انشاءالله خو چاره څه ده څه فکر کوې اوس دا طالب و هلته قطر و طالبان راځي و راځي ته فکر کوې طالبان به د افغانستان د مشکلات حل کړي یعنې فکر کوې اول خو رابه شي یعنې امکانات یې شته څه وایي خلک هلته ولا خلق خو انتظار باسي بلې وو د دغو خلکو څخه اوس ټول افغانان حتی په خپله د سمت شمال و جنوب و شرق د ټولو افغانانو دغه وینا ده د کابل د خلکو چې خدای دې ژر راولي او هغه طالب و چې په دغه یو چلاخې سره یې بسته کله رام کاوه بسته یو منطقه یې دغه کاوه دا ده خو موږ تاسې دلته اسلامي ټولنه ده اول زه په خپله درته وایم چې دغه اسلامي ټولنه موږ په الله اعتقاد لرو او په خپل کتاب د قرآن او د حدیث منو دغه خلک قرآن او حدیث چې دلته پیروي کوي دغه خلک موافقه دي خطاب صاحب او دوی دا مخکې مې واورده وه چې دا بایدن دی پاکستان ته حواله کوي هیڅ امکان نه لري فقیري صاحب هم وویله وام اورېدله او د افغانستان خلک و ټوله نړۍ ته معلوم دي چې بل څوک نه مني دا په خپله داسې یو دوه درې میلیونه کسان نه دي څلوېښت یا پنځه دېرش میلیونه انسانان دي او بیا وروره ګوله په دغه شلمه پېړۍ کې دنیا ته یو امتحان ورکړي چې زه تا قربان سم دغه هغه خبرې لږ لنډې کړه چې دا نور خلک تلیفون راکوي چې هغوی ته زه ښه شو دغه د واتساپ برابر شو که نه هغه د حساب برابر شو ډېره مننه له تا نه تا قربان سم ډېره مننه دوستان عزیز میشه تلیفون بزنین از انور الله قهدی په قوم عرب خو نه دغه پښتون ده د جلال آباد دی خواده فکر کوم په هر حال تلیفون را وکړئ چې سره وغږیږو شمارې واتساپ ما روی صفحه تلویزیون قرار داره از شرق میانه از افغانستان از او بخشای جهان میتونین تلیفون بزنین کسایی که تا این دم مشکل امی لانگ دستنس و یرفا رو داشت شماره را برای شما مختص ساختیم در هنگامی که پروگرام پخش میشه بعد از او دیگه ما را آزار نتین برای تبلیغات و اعلانات اگر میخواین تلفن بزنین بله سلام علیکم بله سلام احترام براتون السلام علیکم و رحمت الله برکاته علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو سبا جان آفرین تان چشم تان صدقه قربان از شما بسیار تشکر و که شمایی
اصلا سلام اسلامی و صحیح امیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باور کو برادر محترم که مرا یک وقت پدرم خدا ببخشش مرا میگفت که امی سلام سلام نگوید، سلام دیگه مانامیته. اصلا سلام اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. دست که من قصال تیر شد و هر کدام سلام سلام مرا یادم رفته بود. خدا شما را اجر بده که به یادم داده نمی. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. ولی هر کس ما که میبینم امی سلام میتم و بسیار خوشحال میشم. کاری نه نیک از معنای زور اگه بدانین پیغمبر اسلام بشار امی سلام دوست داشت. حتی میگم صحابه بسیار زحمت کشیدن که قبل از اینکه پیغمبر اسلام به اونا سلام بگن اونا برای مرد، یعنی معمولا پیغمبر اسلام سبقت میجستن در سلام گفتن. بعد پدرم میگفت که سلام خالی نگوین، که سلام خالی که سلام معنای دیگه میده، اوش کنین که قسم نگوین. حالی بدر جای زور درود و درود و درود تو درود خوبی خیلی کلمه ایرانیست. باور میکنین برادر محترم بسیار اصطلاحات ما را ایران به ایرانی میگن، همی افغانای ما یای ما خدا یار جانشانه ایچ، من بسیار اصطلاحات نمیفهمم اینا دیگه. خدا خب برحال هست دیگه. من البته زیاد دفعه دیگه هم پرگویی کردم، این دفعه ساعت پیشگی خود مادم کرده در قدر وقت گران بایش ما را من نگیرم. و یکی ما با فیسبوک برنامه شما را می دیدم بس. اما دیدم که باز اخلال میشه، تلفون میایه ایمه تیوی تلویزیون پیام افغان پیدا کردم در لپتاپ. آل از او طریق من شما را امرایتان به تماس میشه بفرمایید. و دیگه ای که باز البته سلام به کل وطندارایی که به قلبشان عشق وطن و درد وطن از سلام احترام تقدیم میکنم. ما از بعض مردم ما باور کنین در فیسبوک بر من اشتا کردن که تو همیشه از آقای خطاب وقتی دلائل میایی تعریف میکنی و تسلیت برای مردمت برای افغانستان نمیگی. من برشان از برای خدا امیال برشان میگم، چون من نمیشناسمشان. من برشان میگم که تسلیت چرا؟ اشرف غنی هم تسلیت میگه، عبدالله هم تسلیت میگه. تسلیت بیا این تسلیت چی کده میتنه به مردم و کشور بیچاره ما؟ شما همه یک جای شوین، خدمت کنین و مظاهره را برپا کنین، قیام کنین، کلگی یک جای که همین تسلیت از بین بره و مردم ما چی نشه. من این فکر میکنم که ما میگنی تو هیچ غم وطن در دلت نیست. وطن داره پخم که تانه کمه نیم کمقل نیم چه پکلی خبره اوما. باور کنید که این قسم که آدم هرکس عشق وطن در قلب شانه سترد. اما مرا یک نفر دو نفر فرزن اذیت کرده که قدر رنگ میده. خدا اجر شما رو بده. یکم مردم باور میکنین که شما اصل مسلمان صحیح، البته مسلمان کلس هم مسلمانه که امو شرایط اسلامی را مد نظر گرفته شما سین. تشکر. جز خدا کیست در سایه مهرش باشی؟ جز خدا کیست که در سایه مهرش باشی؟ رحمت هوست که هر لحظه پناه من و توست. بله من بیشک خداوندم رای ما شما. بسیار زیاد تشکر. خداوندم رای شما. بسیار جالب. برسی که همیشه از واقعات ها را میگین، از واقعات ها صحبت میکنین. البته ما کشور ما مردم ما سابق هم سربلند بود، با غیرت بود، شجاع بود. هیچ کشوری نتانست که وطن ما را اشغال کنه، نه انگلیس، نه روس، نه او نه او. ما فقط این را بگویم به مردم خود، ما قربان هتر او قهرمانای میشام که کشور ما را نمانه که کشور بیگانه ها در کشور ما کشور ما رو اشغال کنه و کشور ما رو بگیره. بسیار تشکر. دیگه وقت تا نمیگم ساعت دیدم دیگه تا پناه خود. تشکر سبا جان، لطف کردیم از حرفای آموزنده شما رو میشنم. خداحافظ. لطف کردیم. یک داستان باید محمد، یکی از افغانای ما که اونا رو خداوند بیامرزد با ما دوست بودن، اونا امریکا آمده بودن و باز بخلیم همین تیوری های داروین او را آورده بود و مطالعه کرده بود و از در فاکولتی ادبیات بوده کدام فاکولتی، همون مضمون میگم و بخش درس میداد
میخواست ثابت بسازه که داروین میگه که ما از نسل شادیستیم و دون به ما کندر شد و که نمیدانم از چهار پای با دو پا آمدیم. اصلا اجداد ما شادی ها هست، تحول کرده انسان به شادی که مخالف دین اسلام است و واضح قرآن میگه که انسان از گل آفریدیم و دمیدیم و سب آدم علیه السلام از قرورقی چپی از اونا خانم و اینا کل داستان در سوره بقره واضح بیان شده توسط خداوند لایزال. دیگه در اونجا میگه اگه اطرافی هم از اطراف آمده بودم لیلیه بود و سال اول و دوم فاکولتی از او بود و همو عدای نماز هم میکد و مطلق از دل مسلمان بود. میگه او که امین استاد میدید بسیار رنج میکشید که مرا میگه که ثابت میسازه که ما اولاد شایدیستم. میگه یک روز دو روز و خود چند روز متواتر یادم محمد درس داد و استاد میگه بالاخره با مو بخش ثبوت که رسید که یعنی دیدین که داروین که گفته به این دلائل به این دلائل ما از نسل شایدیستیم، یعنی ما بچه یعنی اولاد شایدیستیم. فهمیدین؟ میگه دیگه چوب بودن. میگه مو یکی دست خدا بلند کرد گفت معلم صاحب اگه خودت بچه شایدیستی هم مخو نیستم بچه شایدی، دیگه خدا بکش هر قدری که میگی. دیگه حالی ما هم بیادر اولاد شایدی نیستیم. چی میگه افکار چی داریم؟ آزاده داریم و آزاد بودیم. افغانستان یک کشور آزاد است، آزادگان است. دیگه که تسلیم میسازن و چوچه انگلیس میشن و امریکا و به دلار سجده میکنه و ما خونه میکنیم. سبا جان و میغیرت و شهامت خودت استادگی داشته باش، بگوی خودت با خود چوچای شادی، چوچای انگلیس، چوچه امریکا از هر سگ و سگر میشن به خاطر یک چهار دلاری که به دستشان میت. ما شما خود چوچه امریکا نیستیم یا انگلیس، از آدم هستیم. دسترخان پدر و نیکر دیدیم، شهامت و نجابت و ایمانداری ما متجلی میشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام بفرم خطاب. امی راجب امی امرال ناسالی که بعضی ها میگفتن که امیت هم یاره و بازشن وقتی لاف پتاب میدادم و یک نفره بیاد ما ورد خطاب سدم او را نگفته که حالی میارم، میگه یک ده سال بعد میارم سد. دمو یک نفر به یادم آورد خطاب سه دمو بسای ملی بسای شهر کابل ده و اون وقتا هم بوده خطاب سه بوده به نام فتح نگفت که شاید شما هم شناس بسیاری مردم شناس وقتی کل همو ملی بسا بالا میشه باز دمو درایزار های ملی بسا کتی نگران ها بوده مشنا باز دمو مردم عادی که دمی وقتی که ملی بس حرکت میکرد باز دمو دو کارها رو که میدید میگفتی از مصر یا برای من کار میکنن و دی خانه هر چیزی که میدید میگفتی از مصر لاف سر لاف نیامد. حالا میاشنفنی هم بله یک ثانیه دمی گوشتان باشه که کی است. بله سلام علیکم. سلام علیکم توحیدیار ما سلام خطاب سلام داسه خیر ویسی. یه و ثانیه و در یک چه دقیقه ورور خبری کی دا چه خلاصی شوی بیاد تو غیگه که دا غوکی دی ووس دا غدی مفته کنه تلیفون دی. خب بفرمان او چی گفته بود شما گفتی؟ خطاب سلام علیکم امو فتح که بود امو هر چیزی که میده لاف میزد باز حالا من اشتر غنی هم از امیان ناسالی امو یک مضمون جور کرده مثل امو فتح مثلا امی راکت هایی که در کابوس سایر شد خطاست ای از استخبارات این من فکر میکنه که بود که توسط امو مردم هایی که در امی داعش یا شمال کردن که توسط از اونموها صورت کرده که بخاطر که عمران خان در کابل آمده بود خوش نبود از این کار و اون خاطر بنای صورت است که مردم قربانیش مردم افغان ها شد و صدای زمین هم رضا صالح یکی نبرامد که مستقیم میدانستن که رنگ کرده اما او ریچ وقت چی نکردن. دو میخطاب سید که همی بعضی ها میگه که طالب ها چطور چنان به دلیل های غلط نادرست میگه طالب ها کسان است خطاب سید که امریکا که قدرت ترین ممالک جهان که با 49 کشور جهان در افغانستان رفت که افغان طالب ها را سرکوب کنه. از 2001 شما دیدین که چطور زمین بوش غر میزد دنیا را داسمان در زمین میده. بله بله. که به اصطلاح که میخواست که میگفت دنیا را نشان بده که من دقیقه طالبا را محو میکنم در دنیا کل اگه ترسیده بودم همه اگه خطاب صاحب نازن و بروز خطاب صاحب تا فعلا زور خود از زن امریکا در وقت اوباما بوش و همینه میتونه هم زور خود از زن اما نتانستن به زور که با طالبا به حساب زور بله واره میفهمیم صاحب به زور چی کنه بلاش امریکا به حساب قدرت یا گفته های خودشان که گفته شکست خورد
میره مغوازی نگم که کلت مردم دنیا بفهمه امریکا هم قدرمندهاش هم میگه همه فهمه خود ترامپ فهمیده میگه که بنان با طالبا جورا مو چی را چی کرده که تاسفه به مو مذاکره توافق نامه را کرد وال بایدن هم که بیخ تاسفه اینمی توافق نامه ترامپ را پیش میبره این چیز تغییر نمه اون رو به صلحت از شاید زیادتر کنه امی بایدن که تیزو تر باید خود از افغانستان خارج میکنه و افغانستان به طالبا اعلام تو بزگه که از افغانستان هیچ کس حکومت کرده نمیتونه غیر از طالبا چرا که طالبان ملاسایی ها کسایی هستن که در افغانستان تا چند وقتی یک کمک مختصر خاموش بودن و فعلا نمیده وقتی وقت کمی چور چپاول وقتی که مجاهدین در کابل آمد شروع شد ملاسایی ها و طالبان سر باید از اون وقت بالا کردن که انشاءالله دوام برای آخر زمان انشاءالله دوام خواهد باشد. میخوایم نظر شما رو تشکر. و این نظر شما خب چیزیست که بارها همین چیز شما پیشکش کردین و باز هم فرمودین همه طوره است. به نظر ما واقعیت است. واقعیت است. واقعیت روی زمین است. یه امپیریکل اویدنس میگه. به چشم میبینین، به دست لمس میکنین، به افکار اخبار برتان میگه امپیریکل اویدنس. ای واضح چیزایی است که تو یک چیز پنهان نیست که آدم بره و انتباهات ای را بگیره او را گمان میکنه که تو خط باشه و تو را وقت روی زمین است. افغانستان احتوا داشته جنگ کدن امریکایی رفت و رای رفته چرا امریکایی بره با یک چهار تا طالب موتورسیکل سوار گفته دوستم قرارداد امضا کنه و بیاره اونا را باشد سپین مانه دعوت کنن و باز اونا حتی نپذیرفتن هم خواهشه ترامپ گفتم برو بلا در پس هر وقت قرارداد امضا کردیم همه چیز شد باز برای موافقت خود میایم به امریکا. باز رفتم و قار شد سه بمباردمان کرد افغانستان تیارات خود پرواز دادن. ما هم یک شخصی متنویل مزاج میگه یا متحویل مزاج یک شخص هست همی ترامپ یک روز چیزی وقت به هر حال همو آدم هم به زانو آورده بود و گفت که طالبا والا بهترین مردم هستن. چرا یک نفر ناک برن؟ بله شما از افغانستان گپ میزنین؟ بله از آواز ترزی و میره بانی و کلالا جان السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده اوز مستقیم و زنگ و اگرچه ساس ده موضوع ده ساس ده تلویزیون ما برنامه یعنی موضوع ما اونه لیده که مشخص لکابل غگیگی لکم جی غگیگی بله اوز سیب او میره بانی کابل سیب کابل ده تلک نواستم ده چه خبری دی سیب والات بلتا خوب والات دستی دی چه تاسه با هم کتاب سیب ده تلویزیون ده لارنه دوستانه نه وی ناوی ده افغانستان آلات ده فریق و خلق دو پاره خود دوائم افغانستان و دوائم جهانم ورده بلال شوائده نو دمزه گی پا مخ نو ده مالدار خلق دو پاره آقا خلق چه پا ده قدرت پاری که ناستی ده اغوی دو پاره ده چه خبره چه و غاو ده و سو تنر شدیل ویخی د مظلوم ولز لپاره ریښتیا وایم چې دلته افغانستان ژوند ورته د مځکې په مخ یو جهنم ورته شوی ده او دا کومې خبرې چې په میډیا باندې کېږي دا په سله کې 15% هم حقیقت ونه لري. فکر نه کوم په دې چې دلته خلک په ډېر یو بد حالاتو کې ژوند کوي او داسې درته وایم چې دا د ژوند هغه اولیا کوم شیان چې متاسفانه
د هغه اشخاص په جيبو کې ول وی دي چې د خپل اولادونه کورنۍ ټول خارج او هغه پیګو د خبرې موریدلی د خلک سوای د قطر معاملات د هغه طالبانو راته خلک د طالبانو پلوی دي ک نه دي دلته موږ اورو چې طالبان ته ډیر بد وایي چې خدای دې نه راولي او د حالت ښه ده او دا د داسې شیان مطبوعات وایي خطاب صاحب داسې ده چې دلته خو دا خو یو تبلیغاتي جنګ ده یو نظامي جنګ ده یو د تبلیغاتو جنګ ده طبعاً دلته همدغسې یو تبلیغاتو په ضد روان دي چې ګویا که دا خلک را شي دا به ډېر سخت دریزه خلک وي نور دوی په ضد باندې خو تاسو خپله هم وینئ په رسنۍ کې او په دغه کې مې تبلیغات روان دي خو خلک په حقیقت کې د دې حکومت څخه بس حکمې ته راغلي دي یقین وکړئ چې په بعض اکثر ولایتو کې خلک د هماغو پخواني د طالبانو په نظام خوشحاله دي ځکه چې په هغې کې امنیت و عزت و هر څه خوندي وه خلک نن وایي وایي هماغه طالب خو هر څه چې نه و مونږ عزت وو په ابرو وو په امن کې مونږ ژوند کوو شپې به مو دروازې خلاصې وې غل به بېخي د کور دروازې شاته چې دروازې ته به مې کتل نو تبلیغات ورپسې روان دي خدای تبلیغات هم د حکومت له خوا دي مخصوص خلک ورته مقرر کړي دي حتی په سوشل میډیا کې خو پخپله په افغانستان کې خلک د اوسني نظام اوسني حالات څخه ډېر تنګ دي خلک وایي چې دا د افغانستان دا د سیاسي سرنوشت معلوم شي چې دغه خلک د دې حالات څخه راووزي ځکه چې امنیت نشته نه خو امنیت څه کوي دوی وایي چې دا زموږ دستاور دي لاسته راوړنې د شل کاله دا طالبان چې راشي ضایع کېږي د ښځو حقوق تلف کېږي او دا شیان حراس لري او امنیت نه ده نور جنجالونه وایي طالب ځان سره راوړي دا څنګه هلته واقعیت لري دا خو داسې ده خطاب صاحب دا خبرې خو ما درته ویلي چې طبعا یو څوک د خپل دښمن په مقابل کې دا تبلیغات کوي نړیواله لپاره لاندېګري کوي چې تر څو پورې دوی خپل د بقا لپاره دلته کار وکړي او نړیوال ته وښيي چې ګورې موږ لاسره وړنې لري هر ورځ موږ خویندې میندې چې کونډې یتیمانې دي د هغې اواز څوک نه در ویلی هغه کومه ښځې چې د دوی سره په سیاسي جوړښو کې راغلي دي په حکومت کې وظیفې لري دوی صرف هغه خلکو ته ګوري اما هغه خلک چې مستحق دي باور وکړي چې هغوی په فکر کې نه دي اما خلک دوی اوس پېژندلي دي ما درته ویلي چې د دې حکومت نه خلک بس حکمې ته راغلي خلک همدې ته خوشبین دي که چیرې دې دوهې مذاکرات یوه مثبته نتیجه ورکړي چې دا د نظام انتقال په یو صحیح اساسي شکل باندې وشي چې د دې جنګ مخه ونیو چې تاسو وګورئ دوه ورځې مخکې هغه د پوغندي بریدونه چې وشول دا د دوی ناکامي ښیي په دې کې خپله د دغه حکومت لاس ده او دوی همدې لپاره دا کارونه کوي چې د نوي رئیس جمهور لپاره دوی وښيي امریکا چې ګویا تاسو یو وتلي نه یاست په افغانستان کې دغسې حال دوی یو لابیګري کوي امریکایانو لپاره چې نه تاسو دلته پاتې شئ او افغانستان کې همدغسې کړی دي ډېره مننه وروره خلک تلیفون را کوي ډېره مننه او بل دغه څوک چې تلیفون کوي له افغانستانه په واتساپ کې دا تلیفون هم خولې ته نږدې ونیسئ سپیکر فون کې مه دا سپیکر کې مه غږېږئ چې دلته مو آواز واضح راشي تر څو چې یو بل څوک تلیفون را کوي له افغانستانه بلې سلام علیکم سه بلې جناب خطاب صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته ریحا صاحب بفرمایئ ما دیشو درې قسمت فکر کړم کې په فارسی اگر ترجمه شوه چې رقم سلامتی رحمت و برکت بر شما آقای خطاب همینطور و علیکم سلام با شما رحمت و برکت یک انانی بسیار خوب است بیا امیر رواج کنیم ما در این قسمت ما فکر کردم که حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیه سلام در برخورد اجتماعی انسان ها با مسلمان ها این امیره که مو رواج ساخته در حقیقت امو آغاز صمیمیت بین انسان آفرین 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 شروع میکنه بله بله و وقتی که یک برخورد اجتماعی این رقم آغاز شوه اینمی صمیمیت بین مردم و کمک رساندن به یک دیگه خود و اینمی را افزایش میده بله بسیار زیاد برکت موجود است آفر. خب به هر صورت ما میگف آخر خود که چند روز پیش ما نوشته کرده بودم بسیار کم است یک 30 ثانیه را وقت میگیره که در آخرش دیگاهش ما گفتین در پروگرام های دیگه در آخرش اینمی مانده بود که اینمی را من خدمت شما عرض میکنم که زمان آن معلوم نیست
که چه وقت ملت افغانستان از این عذاب الهی نجات می‌یابد. بدین معنا که ملت افغان با هم متحد شوند و تعهد کنند که دست جمعی دست استغفار بلند نمایند تا خداوند بزرگ باران رحمت را بالای ملت افغانستان نازل بدارد. ما باید استغفار کنیم و این ملت که است ملت افغانستان با اساس تمام گناه های کبیره و صغیره که جریان داشت در طول تاریخ سب یعنی ملت با وصل ازی که اقدر نعمات بزرگ بر ازی داده شده سب که نعمت بزرگ اولش سب اسلام است و با مقدساتی که در اونجا نهفته است اونمور سب ما کبران کردیم رشوت بود لواتت بود که سرقت بود که دیگه بود به کرات سب بالاخره سب 40 سال بعد سب میخواست اون گناهانی ملت سب به خون بشوره سب که 40 سال میشه سب که انوزم خون جریان داره ولی این ملت بهوش نمی و هیچ کس اجازه نمی تا به حیث یک رهبر سر بلند نمایند کی بسیار یک نقصی عجیب و غریب است و در این قسمت باید ملت افغانستان تعمق کنه سب فکر بکنه سب که چرا جامعه ما به این سرنوشت دچار شده. بسیار تشکر از شما. اجازه ما معقول صحبت کردین ریاض صاحب، تشکر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. سلام سنگی صاحب خیر جور پا خیر خیر و خیریت سال داری ولی شکر ده آقا تو خواهد دواخانه که لری خبری آخوا که که گیت چه ده نسخه را و دوا ورکه آقا دیمونگه کوچان بچی ناجور است وی لارس داکتر چه ده قوت دوا را کی چه بم قوت دواگانی دیری ورکه چنگه ده چه ده طول بس هم دقا غوالی نه انشاءالله دلتا خلق قوت دوا وای را قوت ورقم غذا بو بس ماغه به قرل نو کم بده ویتامین نه بو غرا پیاچو کوچانو خبری پر حال مهربانی او کیسه رغم د تبصریته د عمران خان د خبری او د تاغو انور بل که د څه په کرو کو پاکستان چې د طالبان یې زمیل څنګه کال عمر ورسره تیر کړی دی چې په هغه باندې څه کوي چې څه نشي کولی هغه هلته هېڅ مایدې په امضا نه کړلې افغانستان یې ور تسلیم نه کړ جوریان دې په باندې امضا نه کړ هغه اسامه یې په امریکا ته پرې تسلیم نه کړ نشو کولی اوس نو پاکستان هم بل غلام غواړي په افغانستان کې غلام غواړي او د غني و حکومت و عبدالله و حکمتیار دا خلک هم بل بادار پسې کړي ولی هغه بادار چې دوی درلوده چې امریکا و هغه بادار دوی وایي افریقایي اوس دوی د خپل د بقا لپاره هر شي ته آمده دي د افغانستان خرڅولو ته آمده دي غني یو وارې خرڅ کړ ډیورین لاین یې وخته پرې خرڅ کړ اوس غواړي پاکستان د دوی وایي هغه پسته خوا پیدا کړې بیا ورغلی ورته وایي چې ښه که څه موږ ته نور کنسیشن وکړي موږ به نور شیم درکړو نو دا خبره د پاکستان او د امریکا د غني حکومت د دو په منځ کې ده غني بل بادار پسې ګرځي او پاکستان یو غلام پسې ګرځي چې دوی ته خدمت وکړي او دوی ته کار وکړي او پاکستان د ایران خبره ایران خو هغه وخت کې چې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه ایران د پاکستان د امریکا هوایي قواوو ته اجازه ورکړه چې تاسو کولی شئ چې پرواز وکړئ خدمت درته کوو که کوم خطر مطر درته او نن خو ولې افغانستان د هغوی بې مسؤوله وځي بامسؤوله معنا خو دا ده چې تاسو دلته پاتې شئ دغه حکومت په پایه ودروئ په حساب اهل تشیع ته 50% حکومت په لاس کې ورکړئ دا شیان چې وکړي نو د ایران تکلیف څه شي ده هغه کار چې ایران غواړي هغه به امریکا ورته کوي نو د دوی تکلیف به څه شي خو هېڅ تکلیف نه لري نو زه چې فکر کوم دا خلک بعضې اوازې هم چې دوی اچولې وو نن ورځ د اوازې چې او د افغانستان حکومت چې عمران خان راغلی وو هغه طالبان تسلیموي وو یا دا کوي وایي هغه کوي دا دې لپاره دی چې دوی د خلکو افکار مغشوشوي دوی خپله یو بادار پسې ګرځي ایران ته منډې وهي چې که ته پاکستان هند ته دوی منډې ووهلې چې د هغو غلامي ومني پاکستان دوی غواړي ور منډې وهي چې د دوی غلامي ومني
نور دنیا ته منډي وهي دا خو دې دا غو یو نفر ته څه شي ورخطا شي هر خواته لاسه شي دوی نو هر خواته لاسه شي دا غ رما کې وای یو سپای دا رما کې هغه رما چې لاړ شي د سپای خو بړې څنګه چې لاړ شي دا وای یو ری دا خار ته راشي ایران پاتې کوم یو چیختن دا وای دی ارچا لمنه بوې یی چې دا به مې چیختن بیا غته ورځي به زه ما خبره خلک دوی هر څه لمنه ته دوی منډي وهي لمنه بوې او بل پس فکر کوم چې طالبان به یو شی ممکن په دې باندې پوسی وی شي ولی موږ غواړو چې اوس بیا حکمت یار یو مر مار به تزوندای کو مثلا شورای نزار مر مار به تزوندای کو یا جمعیت یو مر مار به تزوندای کو یا دوستم یا خلیلی او داخل کی خدا هغه چې بیرته اوس کې یو هغه سره مجلسو کې او هغه په مجلسو کې کینه یو هغه هم حقوق وایي هغه ته چې حق ورکړم چې لکه یو 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 سړی په ځلکتن کې هغه ته دوا ورکړي دوا 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 ورکړي بیرته ژوند کې بیا هغه بیا ایجاد شي چې ادارې کوي نو لګنه چې داخله کباندن کې خوشي کې بس شاور وړي هم د حکومت سره کوله کې هر خبره کوي چې دوی سره وکړي یو په یو دي د قدرت دي یا هغه ماتي یا هغه ماتي دا چې دا نور بیرته ژوند کې ځان د دښمن دی زه په کوم شي ممکن شه دا یو نظر دی په کړي چې راځه چې لدی نه سم دا حکومت هر رقم شي صدا فیصله وسره وکړي بیا هر شي چې دې دې سره په هغه ټول معامله به دوی سره وکړي زه په کوم شي دا خبره ما په فکر کې مو چې دا یو ناڅاپه کې نه مال دا مجاهد صاحب نن پښتنه وکړه ضرورت نشته چې اوس ولی ولی حکمت یار چې مل سړی دی لبین تلل سړی دی هغه به ته ځان ته ځوندې هغه خو د حکومت لخوا د حکومت ته دښمن کیږي هغه خو به دې ته مقابله کوي ترې بل دینه سیاسي استغواړي مقام غواړي دینه دې سره به سیاسي مجلې یا به مثلا جمعیت یا به دوستان یا به دغه ټول نو ولی ولی چې هغه اوس ختم شوی به ته راځوندي آفرین که خبرې دې وکړې ډېر معقول وله او ډېر مننه ډېر خو غږېدی او ګپز مجاهد صاحب یاد شو شاید پنځم با آقای مجاهد صاحب دعوت شو در برنامه سخنگوی طالبان از افغانستان و شما میتونین باز از آقای مجاهد سوالاتی داشته باشین شاید یک برنامه بسیار گرم در پیش باشه روز پنځم با مسائل بسیار داغ شده گیری ها هم باشته شده از قطر گرفته تا سفر عمران خان و شکاکیت بعضی ها که عمران خان آمده و صاحب حکومت افغانستان زیر کنترل قرار میده و صاحب امور افغانستان امریکا به پاکستان می سپاره و یه حرفا شنیده میشه قدر مطبوعات میتونه یعنی افکار مردم مسموم بسازه شما باور کنین همین مرگ کنیدی و اینا را به حد مطبوعاتی را چی ساخت زیر شوهای خود قرار داد که هیچ حد نداره با کلی مردم فکر میکرد که راستی همی مرگ کنیدی یک شکل طبیعی داشت یا مسئله 11 سپتامبر در امریکا در اینجا آدم فکر میکرد که واقعی یک جنبه واقعی را داشت در حالی که هیچ هم تو نبود ساختگی و صاحب تعمیراتی که افتاد به زمین و کاری نه اسامه بود و نه القاعده بود و نه دیگه همش مهندسی شده بود و برای تسخیر جهانیان مگر در افکار امریکا و دیگه سیاسیون حتی یه تو گذاشته شد که نمی واقعیت داشت از بیرون تیاره ها آمد و یک چند نفر عرب ده و نشسته بود و با اشاره اسامه بن لادن و افراد و اشخاص تعلیمی از اونا بودن و صاحب نشستن و تعمیرات ویران کردن بالا امریکا حمله کردن تا این دم همه طور است مگر اگر در یک سایت به نام دیموکراسی ناو شما داخل شوین اونجا بسیاری چیزا را 150,000 نفر در اونجا رای خود همین نظریات خود داده مهندسین ارکیتکت و اینا که همین قضیه درست نبوده از لحاظ مهندسی تعمیر با یک تیاره در یک سقف از او میخوره نمیلون با نمیوفته و با ترتیب مهندسی شده که اگرم باشه یک بخش از او یک تیاره قدر قوی نیست که از یک سوی یک تعمیر زخیم الجسد داخل شد و از او طرف برای کدام کارتوس هم اگر میبود امکانه نداشت
منتهی به شکل مهندسی شده و در افکار مردم گذاشته شده. یعنی مطبوعات میتونه که سیار سفید و سفید سیار نشان بده. بر حال همه طور است. در افغانستان هم کل طالب است که او صاحب پاکستانی و پنجابی و کل عبدالرزاق ولایت قهرمان بود و صاحب پنجابی را دو میزد. اگه او میبود پاکستان در بدر میساخت و صاحب بگو صاحب اما افکار مردم در بیرون خصوصا در داخل افغانستان مردم قضایه را میدانند در تابع آتش داغ نشستن از دست از این حکومت. مگر در اروپا و صاحب در امی کانادا و این طرف امی کسایی که کلیشان از پوپنک پر است و هیچ چیز صاحب امی درک نمی کنن امی قضایه واقعی افغانستان ای کاش میتونستن. این بچه روان فرهادی که شب و روز این بابیش در ملل متحد رازنی میکد زیر دوم به استاد ربانی میدوید و دیده به دانسته همو آدم میدانست که امی ربانی یک حکومت قروخ کده و به زور زیر سلطه قرار داده و توسط آرای مردم نیامده نه جهاد کد و نه دیگه. بازم امی آدم همونجا خودش شرش کده بود بید استاد ربانی در ملل متحد با ما مصاحباتی و حتی ما را گفت که ولی ما خب صاحب امی طالبا که کابل گرفت ما چی کار بدی کدم یک ماه پیش ما استعفا می دادم چرا ندادم. بازی و غفورزه اردو دست یکی کدن و صاحب بعد از او ایران برای از اینا پول فرستاد و صاحب مصرف دفتر و دیگه باز زنده شدن گفتیم بعضی هم تنفس مصنوعی دادن امور زالت حالی بچه از او بالا سردم سویس شیشتا چیزایی میگم تاریخ هست که چی هست. بله سلام علیکم. الو درود با عزت زردوشت آقای خطاب لعنت با خودت که زردشت تو که دیگه و دیگه ما اون قطع کدوم ایتم زبان ایتم تو قطع کدوم بدبختی تلویزیون مسلمان ها هست اینجا که میایی یک رزیلی که دم خانه تفتادی و دانتم پوپنک زده دیگه اما قدر یک احترام برای این مردم با یک تلویزیون زردشتی آگه باز تلفون کدی همین چیزایی تا بگو حرفایت هم چندان تو یک تحلیل خودت نداری تربیه خودت نداری ایمانداری و شرافت در خودت نیست که ما چی بگویم. اینجا میایی که اینم دامن خود بالا کو پایان کو که خودت مردم ببینه که به کدام اندازه یک شخص فجی و هستی خودت. به هر حال دوستان عزیز ما بسنده میشم شما را هر یکی را به خداوند لایزال میسپارم. لینا تلفن میایه در فیسبوک هم تعدادی کسیری و خصوصا شماره واتساپ که روی صفحه تلویزیون قرار گرفته او را به افغانای ما در شرق میانه ایران افغانستان تخصیص دادیم تا اونا نظریات خود بیان بداره و بالای وضع کنونی افغانستان صادقانه و بدون خواسته ها و ملاحظات شخصی بین اوضاع افغانستان به شکل واقعی از او تحلیل و تفسیر بداریم. انشاءالله پنج شنبه آقای مجاهد صاحب مهمان برنامه ما خواد بود سخنگوی طالبان و برنامه جالبی خواد بود. بسیاری مسائل هم باشته شده خصوصا روند مسائل افغانستان چون بسیار سیال است و به سرعت مسائل به پیش میره دیگه. بنان ما سوالات ما خودم هم دارم بیشتر هم باشته شده و یعنی دارم که از اونا بپرسم یک ماهی که اونا به مصاحبه نیامدن و یا ما دعوت نکردیم. یعنی یک ماه زادی بسیار حوادث بود یعنی یک ماه وقت بسیار طولانی است برای مسائل افغانستان. بنان میشه که ما و جمع شما سوالاتی اگه داشته یک چیز ما خواهش میکنم که اون سوالتان یادداشت بفرمایید و برو برای 3 دقیقه اینجا ما میبینم به اول حاض ما یکان صدا که میکنم چون میبینم مگر گوینده که تلفون میور داره وشش نمیشه آزردن نشوین ما اینجا چون تلفون نشان میده که چند دقیقه گذشت. به اول حاض وقت ما میخوایم کنترل کنم که برای تعداد بیشتر مجال سوال کردن میسر شود. بنان خواهش میکنم که همو ملحوظه را در نظر داشته باشین. خرسند میشم در محتوای سوالتان که اگر در لابلای ادبیات متقابل باشه یعنی کدام چی میگه حرفای
رکی کو بد و دشنام آزاد استین، شما هیچ ما کدام ملاحظه ندارم از هر کسی سوال میکنین، منتها نه تنها مجایدار مهمان ما بودن تکریم میگذاریم اونا را و من میخوایم امو حیثیتی از اونا چون مهمانی برنامه میباشن باید تأمین باشه و کسی به حرفای بدی نزنه. این دو مشخصه را لطفا مراعات کنین. آقای مجاهد سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد انشاءالله مهمانی برنامه ما به روز پنجشنبه خواهد بود. گران دوستان و تاسیاری و خدای سپارو پا مخم که دی خدای پامان.